ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما همکاران و همراهان عزیز، امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. ابتدا من اعضای تشکیل دهنده فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم نگار سینما، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در مرداد ماه 1401. خانم زهرا رهایی، بررسی قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس آقای امیررضا ولیزاده، حذف و سانسور در ورزشگاه. سپس خانم طیبه نجاتیان، تاریخچه حضور زنان در ورزش. جناب آقای داوود لطفی، چرایی عدم حضور بانوان در ورزشگاه. و در ادامه با بحث آزاد همراه خواهیم بود با موضوع حق رفاه، روز جهانی پیشگیری از خودکشی. منشی جلسه سرکار خانم شهلا شهسوانی، ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خواه و آقای فرشاد عرابی، ادمین ها آقایان مهدی کریمی، نریمان حسینی نژاد و رضا شایگان. مسئول جلسه خودم ستاره دژم. و امروز هم 10 سپتامبر 2022 مصادف با 19 شهریور 1401 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. سرکار خانم نگار سینما، اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بلند کنید که دوستان مایکرو براتون باز کنن. دوستان دسترسی خانم سینما رو ممنون میشم. برید متشکرم. بفهم. درود فراوان. تجهیزات گران دوچرخه سواری و استقبال ضعیف ورزشکاران معلول از این رشته. رئیس انجمن پاراسایکلینگ گفت هزینه بالای خرید تجهیزات دوچرخه شرایط را برای ورزشکاران حرفه‌ای این رشته دچار مشکل کرده است و سبب استقبال ضعیف ورزشکاران معلول از این رشته ورزشی شده. وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد ورزشکار تحت حمایت کمیته ملی پارالمپیک است گفت در حال حاضر تنها مهدی محمدی با توجه به اینکه در قهرمانی آسیا در تاجیکستان و هندوستان در 4 کیلومتر انفرادی به 2 مدال طلا دست یافته و امتیاز ورودی به بازی‌های پارا آسیایی را کسب کرده تحت حمایت کمیته ملی پارالمپیک قرار دارد. امیدواریم در قهرمانی کشور نیز سایر دوچرخه سواران بتوانند رکورد مد نظر کمیته ملی پارالمپیک را که سوم آسیاست به ثبت برسانند تا دوچرخه سواران بیشتری تحت حمایت کمیته ملی پارالمپیک قرار بگیرند. رئیس انجمن پاراسایکلینگ همچنین خاطر نشان کرد متاسفانه دوچرخه سواری رشته پرهزینه است و یک ورزشکار برای خرید تجهیزات کامل چیزی حدود 600 تا 800 میلیون تومان باید هزینه کند که شرایط تامین چنین هزینه‌ای برای تمام ورزشکاران میسر نیست. البته به جز هزینه بالای تجهیزات، فراهم نبودن شرایط برای حضور در تورنمنت‌های برون مرزی مشکلاتی است که سبب شده تا ورزشکاران استقبال خوبی از این رشته نداشته باشند. این خبر مغایرت دارد با ماده 24 و ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و حق مسئولیت در جامعه. حقوق زیر خط فقر قهرمانان ورزش. صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش که موظف به حمایت از ورزشکاران مدال آور در رقابت‌های بین‌المللی و المپیک، پیشکسوتان ورزشی یا ورزشکارانی است که دچار مصدومیت‌های شدید شدند، بخشی از اعتبارات خود را به پرسنل صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختصاص داده است.
در این حال بر اساس یکی از آخرین فهرست هایی که از این صندوق به دست رسیده است، حقوق ورزشکاران پارالمپیکی ایران که در رقابت های پارا آسیایی و پارالمپیک مدال کسب کردند کمتر از نصف حقوق پایه در سال 1401 بوده است. صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش بر اساس تعریف اولیه که در دولت محمد خاتمی و دوران ریاست محسن مهعلیزاده بر سازمان وقت تربیت بدنی بران وظیفه داشت، از ورزشکارانی که در دوران ورزش حرفه‌ای دچار مصدومیت جدی می شوند یا پیشکسوتان ورزش ایران در دوران بازنشستگی حمایت کند. اما این شرکت آرام آرام بدون آنکه عملکرد روشنی در قبال ورزشکاران یا پیشکسوت‌های ورزش ایران داشته باشد، شرکت‌هایی را در زیر مجموعه خود بنا کرد که نه اساسنامه آنها با وزارت ورزش یا صندوق حمایت قهرمانان همخوانی دارد و نه وظیفه‌ای جز دریافت ردیف بودجه از وزارت ورزش دارند. این خبر مغایرت دارد با اصل 3 بند 12 بند اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مسئول است و هدف سه سند 23 یونسکو تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. بی توجهی فدراسیون فوتبال به اتفاق تاریخی داوری زنان ایران. دو داور زن ایران کاندیدای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان هستند. VAR و قضاوت در مسابقات مردان دو شرط فیفا برای حضور در ارزیابی فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور در جام جهانی است. اما فدراسیون فوتبال ایران که این روزها غرق در حواشی است به این موارد توجهی ندارد. ایسنا با اذعان اینکه جام جهانی فوتبال زنان در سال 2023 به میزبانی کشورهای استرالیا و نیوزلند برگزار می شود و دو داور زن از ایران شانس این را دارند که به عنوان اولین داوران زن ایرانی و همچنین اولین داوران زن محجبه در این رقابت ها سود بزنند، از مهسا قربانی داور وسط و انسیه خباز مافی نژاد کمک داور یاد کرده که در لیست 156 نفره کاندیدای قضاوت در جام جهانی هستند که از بین حدود 800 داور در سراسر جهان انتخاب شدند. اما آشفتگی وضعیت فدراسیون فوتبال و بی‌توجهی مسئولان این فدراسیون باعث شده تا شانس انتخاب این داوران ایرانی کم رنگ شود و در صورت ادامه این روند به صورت کامل از دست برود. این خبر مغایرت دارد با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 9 رفع تبعیضات ناروا، هدف 5 و 10 سند 23 یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران و کاهش نابرابری در درون جامعه و همچنین ماده 2 و 29 اعلامیه حقوق بشر عدم تبعیض و حق مسئولیت در جامعه. بهنام محمودی: والیبال به سیاسی کاری نیازی ندارد. فدراسیون والیبال ایران در چند ماه اخیر بارها به خاطر بدهی ها و سوی مدیریت ها خبرساز شده است. بهنام محمودی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم ملی ایران در لیگ ملت‌های والیبال بیان کرد: والیبال برای پیشرفت نیاز به همدلی، اتحاد، کار تخصصی و کارشناسی دارد. دیگر نیازی به سیاسی کاری نداریم، بلکه به این نیاز است که جوانان و کارشناسان متخصص کار را در دست بگیرند. این خبر مغایرت دارد با ماده 24 و 29 اعلامیه حقوق بشر پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و حق مسئولیت در جامعه. ملی پوش فوتبال زنان بدون اردو به
به تورنمنت کافا رفتیم. سارا زهرابی روز جمعه در گفتگو با ایرنا در خصوص شرایط اردو و اعزام به تورنمنت کافا اظهار داشت لیگ تعطیل و تمامی بازیکنان به استراحت رفته بودند و اردویی نداشتیم و یک باره و 6 روز پیش از اعزام به تورنمنت اعلام کردند که بازیکنان باید در اردو جمع شوند. وقتی کادر فنی میخواست بازیکنان را جمع و آماده کند شرایط سختی بود. کاپتان تیم ملی فوتبال زنان یادآور شد تیم ملی فوتبال زنان بدون اردو و آرام و آمادگی راهی کافا شد و نباید از ما توقعی داشته باشند. آماده نبودن بدنها و در شرایط مسابقه نبودن به بازیکنان آسیب می‌رساند. از مسئولان می‌خواهیم پیگیر وضعیت اردو و تمرینات تیم ملی زنان فوتبال زنان هم باشند و به این تیم هم رسیدگی شود. زهرابی ادامه داد برای حضور در هر مسابقه حداقل باید 2 اردو داشته باشیم. چطور ممکن است که تنها به 1 اردوی چند روزه برای اعزام اکتفا کنیم و توقع قهرمانی هم داشته باشیم؟ این خبر مغایرت دارد با اصل 3 قانون جمهوری اسلامی ایران بند 9 رفع تعویضات ناروا هدف 5 و 10 سند 23 یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران کاهش نابرابری در درون جامعه و ماده 2 اعلامیه حقوق بشر عدم تبعیض قاسبین باید از شمشیربازی ایران بروند. پدرخوانده برای فدراسیون شمشیربازی تصمیم میگیرد. سید عبدالرضا میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار ورزشی جی پلاس در خصوص حواشی اخیر شمشیربازی گفت حواشی را مسئولان فدراسیون به وجود آوردند. خیلی از دوستان به ما نقد میکنند که چرا تا الان سکوت کرده بود. در صورتی که من قبلا هم این نقدها را گفتم اما متاسفانه رفتاری دیدم که ترجیح دادیم زیاد وارد جزئیات نشد. میرشفیعی با اشاره به کارهای عجیب سرپرست فدراسیون شمشیربازی گفت باقرزاده اکنون گوشی در دست میگیرد و شخصا با همه تماس میگیرد و پیشنهاد پست‌های قضایی میدهد. مدیر سابق تیم‌های ملی شمشیربازی با اشاره به نبود تجهیزات کافی گفت تمامی هیئت‌ها خالی هستند. هیچ تجهیزاتی نیست. آقای باقرزاده جواب بدهد. کدام یک از سالن‌ها را آماده کرد؟ چه تجهیزاتی فراهم کردید؟ شمشیربازی رشته ابزاری است. فراهم کردن آن نشان دهنده هنر است. اما ایشان هنرش این است که فقط حقوق به کارمند بدهد و تیم اعزام کند. حقوق که وظیفه است و منت ندارد. اتفاق بدتر این که 5 ماه از سال گذشته و اکثر فدراسیون ها مسابقه برگزار کردند. اما شمشیربازی یک مسابقه داخلی هم نداشته و فقط برای آقای خاص 4 سفر تدارک دیدند. ما به که بگوییم؟ چگونه می خواهیم استعداد پیدا کنیم؟ بازیکن 41 ساله هنوز در تیم است و اگر مسابقه بگذاریم قطعا رنکینگش سقوط می کند. این خبر مغایرت دارد با ماده 24 و ماده 29 اعلامیه حقوق بشر پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و حق مسئولیت در جامعه. حمید کاشانی در زندان گوهردشت اعتصاب قضا کرد. روز چهارشنبه 5 مرداد ماه حمید حاج جعفر کاشانی زندانی سیاسی مبهوس در زندان گوهردشت در اعتراض به شرایط بد قرنطینه این زندان محرومیت از حق ملاقات هواخوری و امکانات پزشکی در کوریدور سالن قرنطینه گوهردشت تحسن و اعلام اعتصاب قضا کرد. حمید حاج جعفر کاشانی داور لیگ برتر فوتسال ایران بود اما به دلیل فعالیت‌های مدنی چندین بار بازداشت شد تا در نهایت او را در زندان اوین نگهداری کردند. این زندانی سیاسی در سال 1396 پس از بازداشت به مدت 1 ماه در بند 209 وزارت اطلاعات تحت بازجویی بود و سپس به بند 4 اوین و از اون پس در زندان گوهردشت کرج به سر میبره. دادگاه
انقلاب اسلامی به ریاست احمدزاده به اتهام علیه تبلیغ علیه نظام ایشون به حبس محکوم شدن. این خبر مغایرت دارد با اصل 22، 32 و 34 قانون اساسی، رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، امنیت زندگی، عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 89 اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت حقوق انسانی توسط قانون و عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی. تکلیف بیمه خدمات درمانی ورزشکاران مشخص نشد. به گزارش ایسنا تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سالهای 95، 96 و 97 برای متقاضیان 15,000 تومان بود. در سال 98 و نیمه اول سال 99 معادل 20,000 تومان دریافت شد و با تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی از 25 مهر سال 1399 معادل 30,000 تومان تعیین شد. از هفتم تیر ماه سال 1400 با تصویب مجمع عمومی سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از 30 به 40,000 تومان افزایش پیدا کرد و در شرایطی که طبق دستور جلسه مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی در ششم مهر ماه سال جاری برگزار شد، قرار بر بررسی تعرفه خدمات درمانی ورزشکاران بود که در این زمینه تصمیمی گرفته نشد. این خبر مغایرت دارد با اصل 3 بند 12 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه، حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از هر روز مسئول است و هدف 3 بند 23 سند 23 یونسکو، تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، و ماده 22 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و حق امنیت شغلی. مهمان دوست: نصف حقوق آذربایجان و امکانات بدهند میآیم، دلم را شکستند. سرمربی سابق تیم ملی تکواندو با بیان اینکه حاضر نیست تحت هر شرایطی سرمربیگری تیم ملی را قبول کند گفت: نصف حقوق آذربایجان، 10 تا 12 اعزام سالیانه به مسابقات و تامین امکانات مورد نیاز شروط من برای قبول سرمربیگری تیم ملی ایران است. این خبر هم مغایرت دارد با اصل 3 بند 12 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه خوراک، پوشاک، مسکن، کار و بهداشت و تامین بیمه، حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص و اثر روز مسئول است، هدف 3 و 8 سند 23 یونسکو، تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و حمایت از اشتغال شرافتمندان کارآفرینی، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ماده 22 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی و حق امنیت. آمار فاجعه بار کم تحرکی مردان و زنان ایرانی. رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ضمن ارائه هشدار نسبت به روند افزایش کم تحرکی و چاقی در کشور که سلامت مردم ایران و نسل آینده را به شدت به خطر انداخته گفت: پیش بینی تلخ و سناریویی برای آینده این است که در سال 1405 میزان از کم تحرکی در بخش مردان به 76% خواهد رسید و در بخش بانوان میزان کم تحرکی به 83% افزایش خواهد پیدا کرد. این اتفاق کاملا نگران کننده است. مولایی با ارائه اخطار نسبت به وضعیت کم تحرکی، تبعات و بیماری های ناشی از اون در استانهای کشور اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که در تمامی استانهای کشور کم تحرکی در حال افزایش است. در بخش دانش آموزی تا 8 سال آینده بیش از 3 میلیون دانش آموز چاق خواهیم داشت و باید بدانیم در این حوزه جزء 12 کشور اول دنیا هستیم که محیط مدارس را با جمعیت چاق بیمارگونه
خواهیم داشت. این خبر مغایرت دارد با اهداف 3 سند 23 یونسکو، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، و ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسئولیت نسبت به جامعه. این بود اخبار کمیته ورزش. من ماریکا رها می‌کنم. ممنون. ممنونم از شما خانم سینما، گزارش عالی و تکمیل. دوستان در مورد اگر اظهار نظری سوالی هست بفرمایید. در غیر این صورت بریم سراغ سخنران بعدیمون. اشتباه نکنم سرکار خانم زهرا رهایی، بررسی قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم رهایی بفرمایید. خانم نریم، آها خودتون بفرمایید. سلام دوباره، خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. اول از همه به مناسبت سالگرد جانباختن سحر خدایاری ملقب به دختر آبی که تاریخ دیروز بود 18 شهریور ماه و هر سال و متاسفانه این تاریخ هر سال یادآور ستم بیپایان حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه زنان و سرکوب ظالمانه بانوان ایرانی توسط این حاکمیت فاسد است و به همین حالا فراخوان کمیته ورزش یادش رو گرامی می‌داریم. وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 12 دی ماه سال 89 و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس 8 تشکیل شد و الان من اینو عنوان کنم که این قانون و اهداف از سایت خود سازمان وزارت ورزش و جوانان یه چکیده ایش رو من برداشتم و به دلیل اینکه خیلی طولانی بود حالا توی جلسه امکانه اینکه بخوایم همش رو عنوان کنیم نیست. قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ماده 1، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت نامیده می شود و نیز دستگاه‌های تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شؤون انقلاب اسلامی و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران است و ماده 2 تعاریف را شامل می شود: ورزش، ورزش تربیتی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، تربیت بدنی، باشگاه ورزشی، اتحادیه باشگاه‌های ورزشی، شایستگی فنی و حرفه‌ای، منش پهلوانی، خیرین ورزشیار، مکان ورزشی خیرساز و جوانان، خانه‌های جوانان، امور جوانان. ماده 3 شامل اهداف تشکیل وزارت را شرح می‌دهد که به دلیل طولانی بودن تک تک آنها را شرح نمیدم و فقط به تعدادی از آنها بسنده میکنم. الف، وزارت ورزش. توسعه و تعمیم ورزش همگانی، توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی، ساماندهی و گسترش ورزش حرفه‌ای، حمایت و تقویت ورزش تربیتی، توسعه و تقویت ورزش بانوان، تحکیم و تقویت معنویت و ارزش‌های اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، ارتقا و ترویج شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه ورزش. قسمت جوانان، ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان، ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزش‌های اسلامی ایرانی، توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان. ماده 4،
وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده 3 این قانون عهده‌دار بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های غیر دولتی را با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور مکلف به همکاری با وزارت در زمینه‌های ذیل می‌باشند. وظایف وزارت در حوزه ورزش: اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تهیه و تدوین برنامه‌های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های زیرآب و نظارت بر حسن اجرای آنها، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و بهره‌مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش، ترویج ارزش‌ها و موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی اخلاقی انقلابی منش پهلوانی در ورزش، جذب ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق ببخشید و تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور، تعیین چهارچوب‌ها و دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها، کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش، مناسب سازی اماکن و فضاهای ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمی و حرکتی، تسهیل دسترسی مردم برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی و محیطهای ورزشی روستایی و شهری کشور، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیر دولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع زیرآب، صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک‌های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و سایر تشکل‌های مربوطه. همچنین وزارت مکلف است به منظور تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته‌های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمین و واردات تجهیزات مربوطه با تایید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص در مبادی ورودی کشور اقدام کند. اختیارات وزارت در حوزه ورزش که شامل 8 بخش می شود، مانند حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور، کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه‌ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیت برای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی و 6 بخش دیگر. وظایف وزارت در حوزه جوانان شامل 10 بخش می شود، به مانند ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن، پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاست‌های کلی جمعیت در بخش جوانان، پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخص‌های مصوب مراجع زیرآب، حمایت از برنامه‌های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و 6 بخش دیگر که به دلیل کمبود وقت از گفتن آنها معذورم. اختیارات وزارت در حوزه جوانان: حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با و نمایندگی دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با جوانان، پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های زیرآب در حوزه جوانان، حمایت از ایجاد و اداری خانه‌های جوانان،
ماده 5 شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می شود. وظایف عبارت است از اتخاذ سیاست‌های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چارچوب قانون، هماهنگسازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش در چارچوب قانون، ترکیبات که شامل 18 بخش و 5 تبصره می‌باشد و همچنین ماده 6 به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان، ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارا المپیک جهانی، آسیایی، پارا آسیایی و ملی غیر شامل و فاقد درآمد مستمر و مشخص صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4373 با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ماده 7 وزارت مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند و همچنین ماده 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت ورزش تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 9 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 23/3350 لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 8 تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 16 شهریور ماه 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/7/1399 به تایید شورای نگهبان رسید. بله، این چکیده از اهداف و وظایف و عملکرد این وزارت بود که از اساسنامه و سایت خود این وزارت برداشته شد. اما متاسفانه در عمل و واقعیت اگر به تک تک این بخش ها اشاره کنیم، متاسفانه این وزارتخانه و تمام فدراسیون های زیر مجموعه آن و تمام رؤسای آنها از سران سپاه و نزدیکان به رهبری بوده و سراسر فساد و اختلاس و دزدی و رفتارهای غیر ورزشی و پهلوانی می باشد که تمام اینها از بعد از انقلاب سال 57 و وارد شدن دین و سیاست به حیطه ورزش وارد شده است، به طوری که حتی محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی دوره حسن روحانی گفته بود که 13 مدیر کل استانی وزارت ورزش و جوانان به دلیل فساد در مذم اتهام قرار دارند و میتوان به فهرستی طولانی از مدیران منصوب شده از سوی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اشاره کرد که یا پرونده باز فساد مالی در دستگاه‌های قضایی کشور داشته و یا دارد. 13 مرداد ماه 99 وقتی مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان طی حکمی کورش صبوریان را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی ایران منصوب کرد، در جلسه معارفه او را فردی ارزشی و پایبند به ارزش‌های انقلاب دانست که سوابقی درخشان از خدمات شایسته به نظام جمهوری اسلامی در کارنامه دارد. یکی از سوابق درخشان آقای صبوریان ریاست اداره کل تربیت بدنی وزارت ورزش در استان خراسان رضوی بود که همین را هم سال 1397 با حکم مسعود سلطانی فر گرفته بود، اما 3 روز پس از انتصاب او در خراسان رضوی از سوی دادستانی کل کشور به دلیل آنچه فساد مالی و اخلال در سیستم مالی کشور خوانده می‌شد بازداشت شد. کوروش صبوریان به جرم اخلال در سیستم بانکی کشور
استفاده از وام‌های بانکی و عدم بازپرداخت آنها در پاییز سال 97 بازداشت و کمی بعد با وساطت و وثیقه غیر مستقیم علی سلطانفر آقازاده وزیر ورزش و جوانان آزاد شد و در پاییز سال 97 و در حالی که مدیر کل تربیت بدنی وزارت ورزش در استان خراسان از سوی دادستان کل کشور بازداشت شده بود، مسعود سلطانیفر حکم به ریاست فرزاد فتاحی مدیر کل سابق ورزش جوانان استان سمنان این بار در استان خراسان رضوی داد. اما آقای فتاحی هم در خرداد ماه 98 توسط ماموران دادستانی استان به دلیل فساد مالی بازداشت می شود. مثال دیگر را که کمی هم شناخته شده تر است می توان ایرج عرب مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس دانست. ایرج عرب پرونده فساد مالیش همکنون هم در وزارت اطلاعات باز است. اما سال 98 از سوی وزیر ورزش جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون دو میدانی منصوب شد و تا امروز بر همین مسند حضور دارد. شاهکار مسعود سلطانیفر در انتصاب اسماعیل خلیلزاده بود که خبر آنلاین در دی ماه 98 در گزارشی از روابط اقتصادی مسعود سلطانیفر و اسماعیل خلیلزاده در دهه 70 خورشیدی پرده برداشت. زمانی که وزیر کنونی ورزش و جوانان ایران استاندار گیلان بود، در این گزارش به شراکت در کارخانه ابریشم گیلان اشاره شده بود. همینطور خبرگزاری دانشجو نیز تایید کرد که رابطه دوستانه و اقتصادی وزیر ورزش و اسماعیل خلیلزاده به سالهای حضور مسعود سلطانیفر در استانداری گیلان برمیگردد، زمانی که اسماعیل خلیلزاده از سوی مسعود سلطانیفر به ریاست هیئت مدیره استقلال رسید. خبرهایی از چرایی این انتصاب هم شنیده میشد. برخی مدعی بودند که اسماعیل خلیلزاده به دلیل قدرت اقتصادیش بیشترین نقش را در انتصاب و سپس حفظ مسعود سلطانیفر در استانداری گیلان داشت. و همچنین در 27 بهمن ماه 99 ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضایی جمهوری اسلامی در نشست تخصصی احیای حقوق عامه که در رشت برگزار شد با اشاره به سخنان یکی از اعضای حاضر در این جلسه در رابطه با اراضی شرکت ابریشم گفت سندی که گفته شده در سال 82 در مورد اراضی شرکت ابریشم به طور غیرقانونی گرفته شده باید ابطال شود. ابراهیم رئیسی ادعا کرد این سند غیرقانونی بوده و با زد و بند گرفته شده و حتما باید ابطال شود. البته خبرگزاری فارس رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران کدهای ابراهیم رئیسی را با این گزارش باز کردند. چوب حراج به صنایع ابریشمی گیلان. در سیاهه مدیرانی که پیش یا پس از انتصاب از سوی مسعود سلطانیفر به فساد مالی متهم شده می توان نام مدیرانی مانند مهدی شریفی نیک‌نفس عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و یکی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی که به امارات گریخت، محمد مشهدی آقایی مدیر کل تربیت بدنی قزوین که به دلیل فساد مالی و اختلاس بازداشت شد و محسن جهانشیر مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان را که به دلیل مشارکت در اختلاس و جعل مهر فروشگاه‌های کالای ورزشی دستگیر شده بود هم دید. اما محمد مهدی فروردین تا امروز نه تنها در قبال تمامی احکام مشکوک وزیر ورزش و جوانان سکوت کرده که حتی در قبال اسفبارترین پرونده مسعود سلطانیفر نیز واکنشی نشان نداده. همچنین می توان به دست داشتن مسعود سلطانیفر در پولشویی برای امید اسدبیگی مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت تپه اشاره کرد. با این وجود نه محمد مهدی فروردین رئیس کمیسیون ورزش و نه نهادهای امنیتی به این پرونده مسعود سلطانیفر ورود نکردند. خالی از لطف نیست که بدانیم مبدأ اولیه محمد مهدی فروردین در تربیت بدنی سپاه پاسداران شیراز است. او را چه در باشگاه قشقایی، چه در هیئت فوتبال استان فارس و چه به عنوان یک معلم به عنوان اصولگرا و راست رادیکال می شناختند. همینطور کنار مربیگری پاره وقت دبیر قرآن و پرورشی دبیرستانهای پسرانه شیراز هم بود. متاسفانه این رشته سر دراز دارد و واقعا در حوصله و تایم جلسه نمی گنجد که بخواهیم تمام آنها را
جز به جز عنوان کرد. فساد سیستماتیک مسعود سلطانی فرد و یا تک تک سران نظام حکومت جمهوری اسلامی و یا رؤسای فدراسیون های ورزشی بر کسی پوشیده نیست و چه در حیطه ورزش ایران یا تمام حیطه های ارگانی و اجتماعی اثبات شده است. همچنین انتصاب پرسر و صدای رئیس فدراسیون کنونی فوتبال مهدی تاج هم سرشار از بازی های کثیف و همیشگی دست های پشت پرده سیاسیون در ورزش است و متاسفانه با توجه به زیاد بودن مغایرت ها با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران نمیتوان از اصل خاصی نام برد و این اساسنامه از اصل و ریشه دچار مشکل و نادرستی و اصل های 3، 19، 20، 22 و الی غیر خود قانون اساسی را نقض میکنند. ما مدافعان و آزادی خواهان حقوق بشر ریشه و بنیان حکومت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال میدانیم و خواهان تغییر این نظام غیر حقوق بشری هستیم. تشکر از وقتی که به من دادیم. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما خانم رهایی عزیز. دوستان در مورد سخنرانی که خانم رهایی انجام دادن اگر موردی هست که میخواین اضافه کنید یا سوالی هست بفرمایید. آقای احمدی خواه بفرمایید. درود و وقت بخیر. تقریبا در راستای سخنرانی خانم رهایی یه مقدارم برمیگرده به فساد. می‌بینیم که مثلا آقای تاج که خودش چند تا پرونده فساد داره و یه پرونده میشه ویلموسی که چند میلیارد خسارت می‌ذاره در سری که مردم نون ندارن شب بخورن. ایشون میاد دوباره میشه رئیس فدراسیون فوتبال. خیلی خنده داره. کلی پرونده داره، کلی فساد داره، دوباره میاد. یعنی اصلا فساد تو سیستماتیکه عادیه. هیچ مشکلی نداره. میتونی شما گندی بالا بیاری به حساب ملتی که از صد لاسر غذا می‌خورن. ولی دوباره بیای پست برگردی، یعنی بری یه دوراتو بزنی، پولا رو یه ذره خرج کنی، بارتو سواب کنی، دوباره برگردی. که می‌بینیم که هنوزم نیومده سرمربی تیم ملی عوض می‌شه. کیروش میاره که تو دوره‌ای که بوده هیچ نتیجه خاصی هم نگرفت، فقط تنها افتخارش اینه که باختای شرافتمندانه داشت. خیلی خنده داره. کیروش میاره که دو تا جام جهانی فقط چند تا باخت داشت، یکی دو تا مسابقه که اونم با شانس و نشون میده. اینا میارن یه نفر جدید رو میارن که قول بچه های بورس که کرچی بزرگتر باشه بلاخره یه کوچه کوچیکش هم ورداره خیلی بزرگه. اونان سعی میکنن نفری بیارن که گرونتر باشه که بلاخره کمیسیونی که میگیرن درشتر باشه. وگر نه چجور میشه یه مربی که خوب نتیجه گرفته که در بدترین شرایط میاد دوباره سود میکنه اونو میذارن کنار در سکیش مشکلی نداشت نفر جدید میارن. خب یالا خودش یکی دو تا نشونه است. یکی این که ما خیلی فساد داریم، نفر جدید میاریم که بتونیم قرارداد جدید بگیریم، نفر قبلی کمیسیونش رو داده و دیگه اصلا دیگه فایده. دوم این که نشون میده که یه نقطه ضعف فرهنگی ما داریم. کیروش تنها گزینه بود که ما تو ایران سرمربی کرد، برعکس بود. ما استخدام اون شدیم نه اون استخدام. نوع برخوردی که با ورزشکارا داشت یا با مسئولین کشور اینو طلبکار بود، ما استخدامشون شدیم. یعنی ما نشون میده ما دوست داریم یک دیکتاتور بالا سر رو باشه که به اون توهین بکنه و ما گوشفرمانش بشیم. چون تنها چیزی که خصوصیت که ایشون داره. و خیلی ممنون که این وقت در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما آقای احمدی خواه. بله متاسفانه همطور که همگی شاهد هستید هیچی توی ایران سر جاش نیست. خب دوستان اگر که موافق باشید بریم سراغ سخنان بعدیمون. جناب آقای امیررضا ولیزاده با موضوع حذف و سانسور در ورزشکار. بفرمایید آقای ولیزاده. دوستان دسترسی آقای ولیزاده رو. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه همراهان عزیز و همکاران گرامی فعالان حقوق بشر. خانم رهایی در ابتدای سخنرانیش یادی کرد از خانم سحر خدایاری یا همون دختر آبی که خودش رو آتیش زد به خاطر اینکه خانم ها از حق ورود به استادیوم ها محروم هستن.
یادی کنیم از دیگر ورزشکاری که متاسفانه به دلیل دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی جون خودش رو از دست داد. 22 شهریور سال روز درگذشت نبید افکاری هست، دیگر ورزشکاری که متاسفانه مورد ظلم قرار گرفت به دلیل اینکه در اعتراضات شهر شیراز شرکت کرده بود، دستگیر شد، به 6 سال حبس محکوم شد و در نهایت هم اعدام شد. امروز در خدمت شما هستم با بررسی حذف و سانسور ورزشکاران و چهره ورزشکاران در جمهوری اسلامی. همونطور که مستظر هستید، یک دولت و یک کشور هزینه‌های زیادی میکنه که یک فرد و یک چهره بره در مسابقات جهانی و میادین بین‌المللی خوش بدرخشه و شناخته بشه. بسیاری از این ورزشکارا با توجه به هزینه‌هایی که برای اونها انجام میشه به معروفیت و شهرت قابل توجهی هم میرسن و از این رو جامعه اونها رو به عنوان یک الگو میپذیره و میشناسه. در چند دهه اخیر با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، متاسفانه ورزشکاران معروف ما به دو دسته تقسیم شدن: ورزشکاران حکومتی و ورزشکاران مردمی. ورزشکاران حکومتی که مورد تایید جمهوری اسلامی هستند و در همه جا به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی میپردازند و از اون حمایت میکنند و در نهایت هم رژیم جمهوری اسلامی به اونها خدماتی رو ارائه میده که بارها شاهد بودیم ورزشکارانی که از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت کردن و اون رو تایید کردن، بعدها در پست‌های مختلف دولتی اونها رو دیدیم، از وزارت ورزش، مجلس شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و ریاست فدراسیون ها از اونها استفاده شده و این هم تنها به لطف این بوده که این ورزشکاران در جاهای مختلف، در مسابقات مختلف، در کشورهای مختلف از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت کردن. اما گروه دیگری از ورزشکاران مطرح و معروف هستند که چهره مردمی دارن و شرافت خودشون رو به هیچ جایگاهی نفروختن و به هیچ قیمتی حاضر نشدن علیه با ظلم همراه بشن و علیه ظلم ایستادن، که غالبا هم این ورزشکاران از قشر متوسط یا ضعیف جامعه هستند که به خوبی این مشکلات رو درک میکنن و یادشون هرگز نمیره و همچنان از مردم حمایت میکنن. اگه بخوایم به بحث سانسور و حذف چهره ورزشی بپردازیم، باید این مسئله رو بررسی کنیم که چه عواملی باعث حذف و یا سانسور چهره ورزشی و کم کم حذفشون از جایگاه اجتماعیشون و موقعیت کاریشون میشن. که بخوایم به چند تا از این چهره اشاره کنیم، قطعا علی دایی یکی از اون چهرهایی است که همواره در کنار مردم ایستاده و مقابل سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی ایستاده و همچنان مردم رو حمایت می‌کنه. همه به یاد داریم که در سال 96 در زلزله‌ای که در شهر سرپل زواب عثمان کرمانشاه رخ داد، به دلیل عدم توجه و رسیدگی دولت و رژیم از این مناطق، علی دایی وارد صحنه شد و مبالغ زیادی را از سراسر مردم ایران جمع‌آوری و دریافت کرد و خدمات رفاهی و کارهای خدماتی زیادی را انجام داد. اما متاسفانه همین فعالیت‌هایی که به نفع مردم بود باعث خشم مسئولین شد و در نهایت هم دیدیم که حساب شخصی های دایی مسدود شد و اون رو برای توضیحات به دادگاه خواستن و مانع فعالیت اون شدن، چون که میدونستن با این فعالیت ها قطعا محبوبیت این چهره های ورزشی نزد مردم بیشتر میشه. اما اختصاصا بپردازیم به دو تا از چهره های ورزشی که در ماه های اخیر
بسیار شاهد خبرهای زیادی بودیم از اونها و قطعا باید در این موضوع صحبت درباره اونها صحبت کنیم. یکی از ورزشکارهایی که بسیار در فعالیت‌های بشردوستانه شرکت داشته آقای علی کریمی است که بارها در کنار مردم قرار گرفته و از سیاست‌های غلط و غیرقانونی جمهوری اسلامی که اکثرا هم خلاف حقوق بشر هست اعتراض داشته و از مردم حمایت کرده، که فعالیت‌های آقای علی کریمی هم بر هیچ کس پوشیده نیست، از خریدن تبلت برای کودکان دانش آموزی که محروم هستند در زمان اپیدمی کرونا و آموزش آنلاین میشه اشاره کرد، و همواره در برابر بی‌عدالتی جمهوری اسلامی ایستاده. علی کریمی همچنین در حادثه‌ای که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران مورد اصابت موشک قرار گرفت، در صفحه شخصی خودش با قرار دادن پیامی مسئولین جمهوری اسلامی رو بی‌لیاقت خوند و در مشابه همین اتفاق در فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان هم از مردم حمایت کرد و با بی‌مسئولیتی مردم رو باعث شرمساری خوند. همچنین در ماه گذشته آقای علی کریمی به حمایت از مردم پرداخت و در خصوص افراد وابسته به نظام و مذهبی که هزینه های هنگفت و بسیار بالایی رو در قسمت مراسمات مذهبی و دینی دارن واکنش نشون داد و گفت که بهتره تمام این بودجه که خرج قسمت مذهبی و دینی میشه رو ما بیاریم توی قسمت های درمانی و رفاهی مردم، که عمده مردم کشور ما با مشکلات رفاهی و درمانی مواجه هستند. دیگر ورزشکاری که همچنان در کنار مردم ایستاده و صدای مردم مورد ظلم واقع شده ایران هست، قطعا وریا غفوری است و باید به این مسئله بپردازیم که آقای وریا غفوری در مصاحبه خودش همیشه از مردم حمایت کرده. در چند ماه اخیر دیدیم که بعد از بازی استقلال مقابل فولاد که قهرمانی استقلال بعد از اون قطعی شد، در مصاحبه خودش با رسانه‌های تلویزیونی و مجازی گفت که مسئولین با دیدن وضع موجود مملکت باید خجالت بکشن و از اعتراضات مردم اهواز نسبت به قطعی آب، نبود آب سالم و شرایط محیط زیستی حمایت کرد و گفت که مردم ایران لایق یک زندگی سعادتمند و سر بلند هستند. پس از این مصاحبه وریا غفوری ممنون تصویر شد به خاطر حرفی که حرفی زد که حرف تمام مردم ایران بود. تصویر اون ابتدا از پوستر برنامه فوتبال برتر شبکه 3 حذف شد و چهره اون سانسور شد، که در حمایت از وریا غفوری فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی استقلال در کنفرانس خبری در حمایت از وریا غفوری گفت که من با خبرنگار تلویزیون مصاحبه نمی کنم، چون که تلویزیون به قدری وقیح شده که عکس کاپیتان تیم من رو از دیوار استودیوش سانسور می کنه و حذف می کنه. که در نهایت با توجه به این حمایت هایی که شد و حمایت های مردم، دوباره عکس وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال به این پوستر برگشت. همچنین متقابلا مردم در ورزشگاه ها و استادیوم ها از وریا غفوری حمایت کردند و با شعارهای خودشون، شعارهایی مثل وریا با غیرت، حرف تو حرف ملت، بسیار حمایت کردند از این ورزشکار مردمی و این چهره مردمی که به حق همیشه حرفای مردم رو زده. در این باره علی دایی هم از وریا غفوری حمایت کرد و نوشت که ساکت کردن منتقد فقط پاک کردن صورت مسئله است. همچنین مسعود شجاعی هم دیگر فوتبالیست کشورمون از وریا غفوری حمایت کرد. همونطور که می‌دونید مسعود شجاعی هم خودش زمانی که در لیگ اروپا بازی می‌کرد به خاطر بازی کردن در مقابل تیمی از اسرائیل مدتی ممنوع‌الکار شد و در دوران اوج فوتبالی خودش کنار گذاشته شد و حذف و سانسور ورزشکارا فقط
مختص به چهره اونها یا صدای اونها نیست، بلکه ما خیلی جا دیدیم که امنیت اجتماعی و کاری خودشون هم از دست دادن، که این خودش نقض شدید حقوق بشر هست. همچنین وریا غفوری در سالهای گذشته هم با توجه به سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی واکنش‌هایی را نسبت به حرف‌های وزیر امور خارجه وقت ایران داشت که به محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خودش واکنش نشون داد و گفت که مردم ایران نباید به خاطر کمک به لبنان، سوریه و فلسطین تحت فشار و تحریم باشند، که در نهایت به وریا غفوری فشارهایی وارد شد که از این دست حرفا نزنه و اون رو تحت فشار گذاشتن. ولی همچنان علی کریمی و وریا غفوری دو فردی بودن که از زدن حرف حق و ایستادن مقابل بی‌عدالتی کوتاه نیومدن، تا جایی که باعث خشم مسئولین جمهوری اسلامی شد و در نهایت رهبر جمهوری اسلامی هم به سخنهای این دو ورزشکار واکنش نشون داد و در سخنرانی خودش در استادیوم تبریز به اونها به صورت تون و الفاظ تون اونها رو مورد حمله قرار داد و گفت که کسانی که از امنیت حال حاضر کشور استفاده می کنند و به کار ورزششان می رسند فراموش نکنند که این امنیت را مدیون چه کسانی هستند و نباید نمک بخورن و نمکدان بشکنن. تمام این اتفاقات رو با هم مرور کردیم و بررسی کردیم که بدونیم چه عواملی و چه اتفاقاتی باعث حذف و سانسور ورزشکاران میشن. متاسفانه در جمهوری اسلامی هر چهره‌ای که حالا هنری باشه، ورزشی باشه یا سایر سلبریتی ها یا کسانی که شناخته شده هستن در ایران، هر جا که بخوان مقابل سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی بایستن و با اونها مقابله کنن، کم کم چهره اونها، صدای اونها حذف میشه، سانسور میشه و کم کم امنیت کاریشون هم به خطر میفته. اما اینجا یک نکته بسیار مهم هست که شاید مسئولین و عوامل وابسته به نظام باعث حذف این چهره ها بشن و سانسور این چهره ها، ولی این چهره همچنان جایگاه بسیار خوبی در نزد مردم دارن، چرا که حرفایی رو که میزنن قطعا حرفای مردم هست. نبودن آزادی، نبودن عدالت در جمهوری اسلامی فقط مختص به ورزش و ورزشکاران نیست، و اگه بخوایم از جوانب مختلف در مورد این صحبت کنیم قطعا وقت زیادی رو میخواد و باید ساعتها، روزها و ماها بشین در مورد نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی توسط جمهوری اسلامی که برای مردم ایران اتفاق میفته صحبت کنیم. در پایان صحبت هم اگر دوستان نظری دارن یا سوالی دارن من گوش میدم و در خدمتتون هستم و مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما آقای ولی‌زاده، ممنون به خاطر سخنرانی. دوستان اگر موردی هست که بخواین به سخنرانیشون اضافه کنین. بله آقای شایگان بفرمایید. دوستان دسترسی آقای شایگان رو لطفا. درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان، خیلی ممنون از آقای ولی‌زاده بابت این سخنرانیشون. در مورد سانسور و حذف بود سخنرانیشون، مواردی که سانسور میشه رو ازش اشاره کردن، مواردی که ورزشکاران و قهرمانان ملیمون در کنار مردم بودن اشاره کردن. حالا یه چند تا مورد دیگه هم بود، مثلا آقای رسول خادم میتونستن مثال بزنن، آقای جلال حسینی میتونستن مثال بزنن و موارد دیگه. ولی یک مورد خیلی بدتر وجود داره، این که ایشون اشاره کردن برای یک کشور یک ورزشکار و یک قهرمان ملی سرمایه است، یعنی هزینه میشه بابت اون موضوع و اون شخص به یک جایگاه بالای تو ورزش جهان میرسه که افتخار آفرینی میکنه. خب ما خیلی موارد داشتیم که به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی که واسه اینکه با حریفای اسرائیلی مبارزه نکنن
خیلی از ورزشکارامون از دستیابی به مدال باز موندن، مثلا آقای سعید مولایی بود یکیش که جودوکار بود، یا خانم البته این خانم تکواندوکاره کیمیا علیزاده بود فکر کنم، آره کیمیا علیزاده، واسه خاطر حجاب اگه اشتباه نکنم بود که به خاطر حجاب اجباری مجبور شد که کشور رو ترک کنه. ببینید اینا همشون سرمایه های کشور هست که به سادگی از کشور ما مهاجرت میکنن و جایگزین کردنشون سالها زمان و هزینه نیاز داره، یعنی وقت و زمان و هزینه نیاز داره. اینا مواردی هست که جمهوری اسلامی باعثش شده و متاسفانه اولیش نیست و آخریش هم نخواهد بود. فقط خواستم همین اشاره کنم بهش و ممنونم وقت در اختیار من گذاشت. بله متاسفانه باز هم طور که شاهد هستیم ایران خیلی از به نوبه میشه گفت نخبه های خودش رو داره از دست میده و به قول شما این روند متاسفانه ادامه دار خواهد بود. آقای ولیزاده دست خودتون بالاست بفرمایید. بله آقای شایگان خیلی خوب اشاره کردن. ما تقریبا یکی دو ماه پیش در همین سخنرانی ماهانه کمیته ورزش و ورزشکاران یک موضوعی رو من خودم بهش پرداختم به تحت عنوان مشکلات ورزشکاران در مسابقات برون مرزی، که این رو به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار دادیم که ورزشکاران ایرانی در تمامی رشته از مقابله و مبارزه کردن با ورزشکاران اسرائیلی محروم هستن و اگه این مسابقه یا این مبارزه برگزار بشه قطعا مشکلات زیادی رو با اون روبرو خواهند شد. همین در مسابقات قهرمانی جهان که همین الان در صربستان در حال برگزاری هست، ما چهره‌های ورزشی زیادی رو می‌بینیم که به دلیل اینکه در ایران تحت محدودیت و محرومیت بودن مهاجرت کردن به ناچار. می‌تونیم از این چهره با آقای علی ارسلان اشاره کنیم که به کشور صربستان رفت و همین الان با پرچم کشور صربستان در مسابقات جهانی داره شرکت میکنه، یا آقای عبدالمحمد پاپی که در با پرچم کشور آلمان داره در مسابقات جهانی شرکت میکنه، یا صباح شریعتی که با پرچم جمهوری آذربایجان در مسابقات جهانی و المپیک شرکت میکنه. متاسفانه فرار مغزها، فرار استعدادها و نخبگان فقط به فرار جوانان ما و هموطنان ما که در مسابقات المپیاد درسی حالا ریاضی یا هر چیز دیگه هستن مختص نمیشه. سرمایه ورزش ما کسانی هستن مثل علی ارسلان، مثل خانم یکتا جمالی، مثل کیمیا علیزاده که به دلیل محدودیت‌ها و فشارهایی که توی ایران بود به ناچار مهاجرت کردن و برای کشور دیگه در مسابقات جهانی و المپیک حاضر میشن. خیلی ممنون. ممنون از شما آقای وزیرزاده. برای توضیحات تکمیلی خانم شاهسوانی بفرمایید. خیلی ممنونم از آقای وزیرزاده برای سخنرانی بسیار عالیشون. فقط می‌خواستم اشاره کنم به این موضوع که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب می‌خواسته اینجوری به جهانیان نشون بده که اگر یه ورزشکاری نمی‌خواد با اسرائیل با رقیبش از اسرائیل حالا مبارزه‌ای داشته باشه، رقابتی داشته باشه، از ابتدا اینجوری می‌خواستن به جهانیان نشون بدن که خود ورزشکارا تمایلی ندارن که روبرو بشن، یا برای حجاب خانوما نشون می‌دادن که خودشون می‌خوان. ولی خوشبختانه با این موج از طرفی البته متاسفانه از طرف خوشبختانه با این موج مهاجرتشون نشون دادن که واقعا خواست خود ورزشکار نیست، این عقیده و این موضوع بهشون تحمیل میشه علارغم خواست خودشون هست. و الان دیگه جامعه جهانی بکنم متوجه شدن که تمام این واقعا زور و اجباری که هست نه از طرف خود ورزشکار بلکه از طرف
دولت و نظام هستش. خیلی ممنونم بازم از فرصتی که به من دادید. من مایک رها میکنم. ممنون از شما خانم شهسمنی. دوستان اگر موردی هست که میخواید اضافه بکنید میشنویم ازتون. در غیر این صورت بریم سراغ سخنران بعدیمون، سرکار خانم طیبه نجاتیان با موضوع تاریخچه حضور زنان در ورزش. خانم نجاتیان مایک بر شما. با عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم، سخنرانی مو ابتدا با مقدمه بر ورزش زنان شروع میکنم، سپس میپردازم به نظر کارشناسان در زمینه ورزش زنان و در ادامه تاریخچه ورزش زنان در جهان و ایران. زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل داده و از جهات مختلف دارای اهمیت هستند و در برنامه‌های گوناگون جامعه باید در نظر گرفته شود. یکی از این امور برای زنان جامعه ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش‌های مختلف اشتغال دارند. گروهی ورزشکار حرفه‌ای هستند و تعدادی ورزشکار آماتور. گروهی به ورزش‌های سبک می‌پردازند و برخی به ورزش‌های سنگین و خشن. گروهی از آنان برای رسیدن به مقام قهرمانی تلاش می‌کنند و برخی برای حفظ سلامتی و تناسب اندام. عده‌ای از زنان نیز با ورزش و ورزشکاری بیگانه و یا حتی از آن بیزارند. حال باید دانست کار کدامین گروه از این زنان صحیح‌تر بوده و به صلاح و ثواب نزدیک‌تر است. نظر کارشناسان در مورد ورزش زنان. گروهی از کارشناسان ورزشی با ورزش کردن زنان به شدت مخالفند و گروهی نیز در نقطه مقابل آنها قرار داشته و ورزش را برای زنان و دختران لازم و ضروری می دانند. موافقان ورزش زنان می گویند تأمین بهداشت جسم و روان زنان که در دوره‌ها و مراحل مختلف زندگی و مسئولیت خیش، مراحلی چون بارداری، زایمان و از همه مهمتر پرورش و تربیت فرزندان را پشت سر می‌گذرانند، از اهمیت والایی برخوردار است. مخالفان بر این عقیدند که 50% زنان ورزشکار روحیه زنانه خود را از دست می‌دهند و چون این گونه زنان برای رسیدن به مقام قهرمانی بین المللی متحمل ممارست و تمرین‌های مداوم و مشکل شده اند، خواه نخواه خشن بار آمده و به درشتی حرف می زنند، زیرا کمال مطلوب ورزشکاران زن ثانیه ها، سانتیمتر ها و جلو افتادن ها و مدال هاست. برای مثال یک زن کوهنورد که دائما عمرش را در کوهستان می گذراند به تدریج صفت زنانه خود را از دست می دهد و حتی ممکن است از زن بودن خود خجالت بکشد. و نیز معتقدند زنان نباید فوتبال و راگبی بازی کنند، زیرا اینها ورزش های ظریف و زنانه نیستند. یک روزنامه در انگلستان اعلام کرد که از نظر علمی ثابت شده ورزش دختران و زنان را بد ترکیب و زشت می کند. آنان منتقدند زنان و دخترانی که ورزش می کنند صدایشان کلفت می شود و زیبایی اندام خود را از دست می دهند و اندام و جسه درشت و قوی مانند مردان پیدا می کنند. حال می پردازیم به تاریخچه ورزش زنان در جهان به نقل از منابع ورزشی و تاریخی و گزارش سایت ورزش. برای ورزش زنان در دوران باستان تاریخ مشخصی را نمیتوان یافت. ظاهراً در دوران قدیم چیزی به عنوان ورزش زنان وجود نداشته است. زنان در جوامع کهن باستانی
به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع می شدن و این ممنوعیت آنقدر شدت داشت که اگر زنی این قاعده و قانون را نادیده می گرفت محکوم به اعدام می شد. نظام بردهداری و سیستم طبقاتی در دوره‌های پیشین تنها به زنان اشراف این امتیاز را می‌داد که در مراسم ورزشی برای تماشا یا انجام مسابقات ورزشی شرکت کنند و زنان طبقه پایین از این حق محروم بودند. در کتاب زن و ورزش چنین آمده است: حتی در مراسم و آیین‌های ویژه مذهبی و اجتماعی که تا پیش از برپایی المپیک در یونان برگزار می‌شد و بعد از آن در المپیاد باستانی که به منظور پرورش جسم و روان نونهالان و جوانان ترتیب یافته بود و هر 4 سال یک بار برگزار می‌شد، زنان حق ورود و تماشا نداشتند. با ایجاد تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، موقعیت زنان در تمام صحنه‌ها و از جمله ورزش تغییر کرد. نخستین زنی که سنت‌های مرد سالاری را در عرصه ورزش و مسابقات میدانی در هم شکست، زنی به نام هیپوهریا بود که با تلاش و پشتکاری خاص سرانجام پای زنان را به عرصه ورزش و میدان مسابقات ورزشی یونان باز کرد. وی مسابقاتی با عنوان هریا بدون حضور مردان انجام داد تا عرصه‌های نبرد ورزشی را زیر قدم‌های خود داشته باشد. در آن مسابقات جوایزی از تاج گل و شاخه‌های زیتون که مظهری از خدایان یونان بود به برندگان داده می‌شد. زنان در ورزش جهانی. ورزش زنان همه مسابقات خاص زنان چه در شکل حرفه‌ای، آماتور یا ورزش همگانی در تمام رشته‌های ورزشی را شامل می‌شود. مشارکت زنان در ورزش در قرن 20 میلادی به ویژه در اواخر آن افزایش چشمگیری یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات فرهنگی جامعه بود که بر برابری جنسیتی تاکید می‌کرد. در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نورزند یا آنکه ورزش ویژه‌ای برای زنان تلقی شود یافت نمی‌گردد. اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشوری تفاوت دارد. تاریخچه ورزش زنان مسیری طولانی و پرپیچ و خمی دارد. ورزش زنان ایران نیز داستان مخصوص به خود دارد. جدای از همه اینها، ورزش زنان مسلمان نیز تاریخ و مسیر خاصی دارد. تاریخچه ورزش زنان در ایران. در رابطه با مبدأ پیدایش ورزش زنان میتوان به سال 1296 برگشت، یعنی وقتی که برخی از دختران که اجازه تحصیل در آن دوران را داشتند در مکاتب ورزش میکردند. مبدأ پیدایش ورزش به صورت رسمی و سازمان یافته در ایران تا حدودی نامشخص است. تا اوایل دهه 20 ورزش کردن در میان زنان و دختران ایرانی موضوعی بسیار عجیب تلقی می شد. دامنه‌های این تفکر نادرست هنوز در اقصی نقاط ایران ادامه دارد. یعنی هنوز دختران و زنان این مرز و بوم از ورزش کردن نهی می شود. قرن‌های متوالی احکام مربوط به مسائل زنان و بالاتر از آن حیات اجتماعی زنان و حقوق آنان توسط مردانی وضع شده است که نهایت سعادت زن را در ازدواج و نگهداری از فرزندان می دیدن. در این مورد حتی ورزش دختران نیز به سبب اینکه آنها مادران آینده خواهند بود محدود شد. تمام زنان در امور دینی، حتی در مورد زنان ترین مسائل نیز باید از مرجع تقلید تبعیت کند. مجتهدان مذکری که هیچ اطلاعات و مطالعی در امور زنان بجز موارد مطرح شده در مدارس علمیه را نداشتند. حال سوال اینجاست:
آیا مرجع معتبر و منصفی درباره زنان هستند؟ ورود زنان در عرصه ورزش در ایران به تلاش‌های وسیعی که در گذشته انجام شده باز می‌گردد و ورزش زنان تا جایی پذیرفته شده است که در محیطی کاملاً بسته و دور از چشم نامحرمان باشد و به بنیان خانواده و وظایف زن لطمه نزند. تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس در 16 شهریور ماه 1306 گام بزرگی برای ورود زنان به ورزش بود و البته انگیزه ها و استعدادهای خود ورزش دوستان و ورزشکاران زن باعث شد ورزش زنان حالت جدیتری به خود بگیرد. ورزش زنان در ایران و پرداختن به سابقه آن موضوعی است که نیاز به تفحص کلان دارد، هرچند که در سال 1306 قانون ورزش اجباری در مدارس به تصویب رسید. در رابطه با پیدایش ورزش زنان می توان به سال 1296 برگشت، یعنی وقتی که برخی از دختران اجازه تحصیل در آن دوران را داشتند. البته بر اساس تفکر حرفه‌ای موجود در ورزش نمیتوان صرف ورزش کردن در مکاتب 100 سال پیش را که نه امکاناتی داشتن و نه مربی مبدع ورزش زنان را در ایران قرار داد. آنچه اهمیت دارد فارغ از بحث ورزش حرفه‌ای، آغاز جدی گرفتن ورزش در میان زنان، منظورم این تاریخ است. در سالهای بعد ورزش کردن زنان از مکاتب به برخی از باشگاه‌های ورزشی رسید. نخستین حضور بین‌المللی ورزشکاران زن ایرانی به دهه 20 می‌رسد. پس از آن زنان ورزشکار به تدریج راه مرزهای خارجی و رقابت‌های برون مرزی را هم پیدا کردند. هرچند آمار حضور ورزشکاران زن ایرانی بسیار پایین بود، اما موفقیت‌های هرچند کوچک اما مهم رقم خورد. قهرمانی تیم والیبال زنان ایرانی در رقابت‌های آسیایی بزرگترین موفقیت زنان ورزشکار ایرانی در آن سال‌ها بود. البته در آن دوران باز هم تفکرات موجود در جامعه که بیشتر بر مبنای دیدگاه‌های تعصبی مذهبی و سنتی بود، در بسیاری از موارد مانع پیشرفت بیشتر ورزش زنان و دختران می‌شد که به طور واضح موفقیت‌های متعددی را از ورزش ایران در حوزه زنان سلب کرد و سدی بزرگ برای پیشرفت ورزش زنان شد. بر اساس این دیدگاه‌ها و تفکرات در جامعه، ورزش کردن برای خانم‌ها دور از شأن تلقی می‌شد و اون قشر را محدود به محیط خانه می‌دانست. تفکراتی اینچنین به صورت خرد و کلان همچنان در جامعه وجود دارد. باید این را هم در نظر گرفت که با توجه به اوضاع کنونی جامعه ایران، در آن زمان وجود چنین تفکرات و اعمالی اصلا عجیب نبوده است. نکته قابل توجه دیگر این که موانع متعدد بر سر راه بانوان و دختران جهت انجام فعالیت‌های ورزشی مانع از رشد جمعیت ورزشکاران نیز در ایران شد و متعاقب آن مقایسه کمی زنان و مردان ورزشکار شرایطی به وجود آورد که بر مبنای آن امکانات و تسهیلات ورزشی در ابعاد بسیار وسیع‌تری به مردان اختصاص می‌یافت که این خود آغاز تبعیض جنسیتی ایران بود. با تمام این اوصاف رشد آهسته ورزش زنان ایران ادامه داشت، هرچند این رشد بر طبق معیارهای جهانی سرعت قابل توجهی نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس شرایطی که به وجود آمد، ورزش زنان با وقفه‌ای طولانی مدت روبرو شد و سالهای دشواری را تجربه کرد. اتفاقاتی که با توجه به شرایط جنگ برای ورزش مردان نیز مشابه بود. در این سالها ورزش زنان کاملا بی حرکت و راکد بود.
دامنه بی تحرکی نه تنها رقابت‌های برون مرزی که رقابت‌های داخل را نیز در بر می‌گرفت. در این سال‌ها نه قهرمانی برای ورزش جوان زنان وجود داشت و نه توفیقی در رقابت‌های آسیایی و جهانی رقم خورد. هیچ ستاره‌ای وجود نداشت و اصلاً عبارت ورزش زنان بی‌معنی به نظر می‌رسید. سالهای راکت ورزش زنان دهه 60 بود، دهه‌ای که به دلیل تقارن با جنگ به طور کلی برای ورزش کشور خالی از موفقیت‌های چشمگیر بود و شرایط حاکم متأثر از جنگ بر جامعه میل و اشتیاق از سوی زنان و دختران به سمت ورزش را کم کرده بود. مقوله‌ای به نام استعدادیابی وجود نداشت و برگزاری رقابت‌های کشوری در رشته‌های مختلف به شدت از سکه افتاده بود. اما این دوران در دهه 70 تمام شد. دهه 70 آغازی نه چندان قدرتمند برای شروع دوباره ورزش زنان می باشد. تشکیل تیم‌های ملی، آغاز استعدادیابی‌های مختلف، برگزاری رقابت‌های مختلف کشوری، استانی و منطقه‌ای و اعزام زنان ورزشکار و تیم‌های زنان برای رقابت‌های برون مرزی اتفاقات مهم این دهه در حوزه ورزش بانوان بود. با تمام این اتفاقات باز هم فعالیت‌های ورزشی زنان در دهه 70 کمرنگ بود، هرچند رشته‌های جدیدی در این بازه زمانی برای زنان راه اندازی شد و امکانات ورزشی بهتری به بانوان اختصاص یافت، اما باز هم هر آنچه اتفاق افتاد کافی نبود و این کافی نبودن امکانات و توجهات همچنان سدی بزرگ برای پیشرفت بیشتر ورزش قهرمانی به شمار می رفت. به هر حال زیرساخت‌های ورزشی در این دهه برای حوزه های زنان در نظر گرفته شد و البته فعالیت ها و تکابوی ورزش مدارس و دانشگاه ها نیز جان گرفت. اولین جرقه‌های حضور زنان ورزشگاه در میدان‌های بین‌المللی با انتصاب فائزه هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان زده شد. او موفق شد در سال 1372 اولین دوره بازی‌های زنان کشورهای اسلامی را در تهران برگزار کند و پس از آن بود که حکومت با نمایش زنان ورزشگاه در میدان‌های بین‌المللی با حجاب تایید شده موافقت کرد. حجاب یکی از مهمترین عواملی بود که برای حدود یک دهه باعث حذف ورزشکاران زن در ایران شد. با اجباری شدن حجاب در ایران، ورزشکاران زن ناچار بودند طبق مقررات داخلی در مسابقات حضور پیدا کنند. این در حالی بود که در بسیاری از رشته‌های ورزشی فدراسیون جهانی حجاب زنان ورزشکار را به عنوان مانع برای فعالیت‌های ورزشی تلقی کرده و اون را مورد تایید قرار نمی‌دادند. در رشته‌های مانند فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال و دیگر ورزش‌های گروهی، فدراسیون جهانی تا سال 1396 پوشش ورزشکاران ایرانی را تایید نکرده بودند. تازه چند سالی است که بسیاری از فدراسیون‌ها به صرافت افتادند که توجه مسئولین فدراسیون‌های جهانی را برای قبول حجاب ورزشکاران ایرانی جلب کنند. همچنین صنعت پوشاک ورزشی در حال سرمایه‌گذاری و طراحی لباس‌های بهتر و مناسب‌تر برای زنان مسلمان است. پیش از این ورزش زنان مقوله مهمی تلقی نمی‌شد و مدیران وقت ترجیح می‌دادند آن را به کلی نادیده بگیرند و منابع مالی خود را خرج رشته‌های مردان کنند. در این میان بسیاری از ورزش‌های آبی هنوز برای زنان تنها ورزش‌های داخلی است و ورزشکاران زن در این رشته‌ها امکان حضور در مسابقات خارج کشور را ندارند. هرچند این اواخر مایه‌های اسلامی نیز از سوی برخی کشورها وارد بازار شده است، اما هنوز مجوز استفاده از آن برای شرکت در مسابقات بین‌المللی از سوی فدراسیون داخلی صادر نشده است. اگر به این مسئله تأثیر داشتن حجاب در بازی ورزشکاران زن را نیز اضافه کنیم، بیشتر متوجه می‌شویم
که دختران ورزشکار در چه شرایط نابرابری وارد مسابقات می شوند. ورزشکاران ایرانی دائما مراقبند در هنگام مسابقه با حریفان خارجی خود کلاه ورزشی از سرشان جدا نشود و به جای تمرکز بر مسابقه مراقب حجابشان باشند تا با محرومیت‌های بعدی مواجه نشوند. اینها نشان می‌دهد که اجباری شدن حجاب در ایران پس از انقلاب تا چه حد بر زندگی زنان ورزشکار تأثیر گذاشته و چه جمعیت بزرگی را از حضور در عرصه‌های اجتماعی حذف کرده است. رشته‌های همچون شطرنج، تیراندازی جایگاه بهتری دارند در میان رشته‌ها از اعزام برون مرزی برخوردارند. در دهه 70 بود که زنان به رقابت‌های آسیایی رفتند و پرچمدار المپیک شدند و حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کردند. دهه 80 خود داستان جداگانه‌ای برای ورزش زنان دارد. هرچند بسیاری از اتفاقات ورزشی این دهه متأثر از جریانات دهه 70 بود. اعزام زنان ورزشکار به رقابت‌های برون‌مرزی بیشتر شد. هرچند در این دهه مثل همیشه کاستی‌های فراوانی در بعد سخت افزاری و امکانات دیده شد. در دهه 80 بیشتر از هر زمان دیگری پای مدرسان و مربیان خارجی به ورزش زنان ایران باز شد. ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی که بیش از این فقط جهت حضور در رقابت‌های مختلف به خارج از کشور می‌رفتند، این بار برای برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی و تمرینی و دوره‌های آموزشی راهی آن سوی مرزها شدند. بین سال‌های 79 تا 80 تمرکز روی فقط چند رشته ورزشی تا حدودی کنار گذاشته شد و به رشته‌های دیگر نیز پرداخته شد و حضور در المپیک، رقابت‌های جهانی و آسیایی نیز ادامه یافت. در این دهه برای نخستین بار پس از انقلاب زنان ایران موفق به کسب مدال طلا و رقابت‌های آسیایی شدند و زنان ورزشکار باز هم به المپیک رفتند. تمام این پیشرفت‌ها به معنای کنار رفتن موانع و کاستی‌ها نبود که چه بسا این موانع بیشتر هم شدند. دهه 90 دهه طلایی برای ورزش بانوان است. یعنی زمانی که مدال‌های جهانی بیشتری به سبد ورزش زنان ایران اضافه شد و نکته مهمتر حضور چشمگیر زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک بود. در این دهه ورزش زنان ایرانی بیشتر از هر زمان دیگر طعم نخستین‌ها را چشیدند. نخستین مدال جهانی کاراته، نخستین تیم ملی فوتسال لبانوان در آسیا، نخستین مدال در المپیک و چندین موارد قابل توجه دیگر، نخستین سهمیه المپیک ایران در رشته های پینگ پونگ، نخستین زن معلول ایرانی که هر دو سهمیه المپیک و پارالمپیک را به دست آورد. راهی که ورزش زنان در این سالها رفت همچنان ادامه دارد، راهی که هموارتر و بازتر شده اما کماکان مشکلاتی نظیر تبعیض‌ها ادامه دارد. نبود منابع مالی و عدم حمایت اسپانسرها یکی از مشکلات ورزش زنان در سالهای اخیر است. عدم سرمایه گذاری اسپانسرها در ورزش زنان و بودجه اندک بخش ورزش زنان در فدراسیون باعث شده است در موارد متعددی در میانه فصل ورزشی بسیاری از تیمها به دلیل نداشتن بودجه کافی منحل شود. برخی از باشگاه‌ها نیز به محض برخورد با مشکلات مالی در اولین حرکت اقدام به انحلال تیم‌های زنان می‌کنند. در ایران فدراسیون‌های ورزشی بودجه‌شان را از وزارت کشور و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند و آن را بر حسب محبوبیت و میزان مدال‌آوری میان فدراسیون‌های مختلف تقسیم می‌کنند. واضح است که در این میان کمترین میزان بودجه در هر فدراسیون به حوزه زنان میرسد. در سالهای گذشته بارها تیمهای والیبال و یا هندبال به دلیل نداشتن بودجه مناسب امکان شرکت در رقابتهای آسیایی را از دست دادند. اگر این وضعیت را در کنار شرایط ورزشکاران مرد مورد بررسی قرار دهیم،
اوج تبعیض و نابرابری در این حوزه بیشتر به چشم می‌خورد. در حالی که متوسط قرارداد یک بازیکن نیمکت نشین در لیگ برتر ایران به میزان هزینه کل یک تیم فوتبال در لیگ دسته اول زنان برای یک فصل می باشد. ورزشکاران زن اعتراض می کنند که با هزینه یک بازیکن متوسط مرد می توان یک تیم زنان را اداره کرد. زنان ورزشکار با قراردادهای بسیار کم در سطح اول ورزش ایران حضور دارند و در صورت کسب مقام نیز سهمی از جوایز متعدد فدراسیون‌ها را ندارند. همچنین تعدادی از بازیکنان تیم فوتسال زنان به دلیل اعتراضشان و عدم دریافت پاداش قهرمانی آسیا به دوره جدید تمرینات تیم ملی دعوت نشدند و این در حالی است که ملی پوشان مرد بسیاری اوقات با پیروزی در رقابت‌های آسیایی پاداش‌های کلانی دریافت می‌کنند. اسپانسرها نیز همچنان تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارند. نداشتن تماشاچی و همچنین محدودیت‌های ورزشکاران زن برای حضور در تبلیغات از دلایل عدم رغبت اسپانسرها می‌باشد. از آنجایی که مسابقات زنان پخش تلویزیونی ندارد و همچنین رسانه‌ها نیز علاقه کمتری به پیگیری و انتشار اخبار این حوزه را دارند، هیچ توجیه اقتصادی برای حمایت مالی از ورزش زنان وجود ندارد. ورزشکاران زن نه از طرف مردم چندان مورد توجه قرار می‌گیرند تا کسب شهرت برایشان انگیزه‌ای باشد برای تلاش بیشتر و کسب مدال‌های بهتر و نه از جانب مسئولان ورزشی توجهی به اندازه همتایان مردشان دریافت می‌کنند. هرچند ورزش زنان در محیط بسته انجام شود و دیده نشود، جلوی پیشرفتش گرفته می‌شود. حتی پخش رادیویی مسابقات می‌تواند در روحیه ورزشکاران تأثیر خوبی داشته باشد. مجموع این شرایط باعث شده است تا ورزشکاران زن در حالی که در بهترین سنین ورزشیشان هستند و امکان رشد و موفقیت چشمگیری دارند، در میانه راه ورزش را رها کرده و به دنبال کسب درآمد باشند. در چنین وضعیتی در سایه بی‌توجهی مسئولان ورزشی به نظر می‌رسد رسانه‌ها می‌توانند با توجه بیشتر به مسئله ورزش زنان و بررسی مشکلات و محدودیت‌ها و شرایط حاکم بر آن، وزارت ورزش را مجبور کنند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد. در حال حاضر بزرگترین علت محدودیت ورزش زنان در ایران بعد از انقلاب را باید مسئله حجاب دانست. طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریح دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. زنان ورزشکار به علت این قانون باید لباس مناسب و مورد تایید مراجع را برتن کنند. اندازه و رنگ و گشادی این لباس ها در 20 سال گذشته محل اختلاف مجتهدین فدراسیون های ورزشی و برگزار کنندگان مسابقات ورزشی بوده و هست. ممنونم، وقتتون رو گرفتم. متشکرم. ممنون از شما خانم نجاتیان، ممنون به خاطر سخنرانی و موضوعی که انتخاب کرده بودی. خواهش میکنم. نکات خوبی اشاره کردیم. یه چیزی که به ذهن آمد بگم که این عفت عمومی هیچ وقت تعریف مشخصی نداشت، چون چارچوب مشخصی نداره به نظر من توی ایران. برای همین میتونم به هر چیزی انگ عفت عمومی بر خطر افتادن عفت عمومی رو بزنم. حالا سوالی که برای من پیش میاد، بله بفرمایید، سوالی که برای من پیش میاد در ذهنم همیشه، آیا عفت رو تعریف میکنن برای یک گروه خاصی؟ آیا فقط زنان در حیطه این عفت قرار میگیرن و بقیه نباید در اون حیطه قرار بگیرن؟ عفت عمومی یعنی چی؟
اینو بیان توضیح بدن که عفت عمومی یعنی چی. اگر آیا این معناش در چه حد گستره، این معنی در چه اندازه ای؟ آیا محدود به فقط بانوان می شود، زنان می شود، یا همه جامعه رو در نظر می گیره؟ این برای من خیلی مهم هستش. و یا این که عذرخواهم من ادامه میدم چون من میترسیدم ادامه داشت این مطلب، من میترسیدم از وقت 20 دقیقه بیشتر بشه، برای همین ادامه ندادم. ولی خب دوست دارم اینو بگم که مجتهدینی که اصلاً از نظر اصلاً وقتی من در جایگاه مرد نباشم نمیتوانم در مورد مرد تصمیم بگیرم. من ترجمه میکنم چجوری مجتهدینی که اصلاً نه علمشو دارن، نه تحصیلات آکادمی دارن، نه هیچی، به چه دلیلی میان مثلا دوچرخه سواری رو من میکنن به دلیلی که ممکنه مثلا زن اگر دوچرخه سواری کنه تحریک میشه و این اتفاق. اصلا تو سوار شدی؟ اصلا تو زنی؟ اصلا تو میدونی تو در جایگاه زن هستی؟ ببینی که آیا دوچرخه سواری اتفاق، یا خانواده شما سوار دوچرخه شدن این اتفاق براشون اومده که حکم میدی بر عموم زنان؟ من اصلا اینجور چیزو همش برام سواله و وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. ممنون از فرصتی که به من دادیم. ممنونم از شما. من اتفاقا درست میگیم، من خودم چند وقت پیش یک درخشون از صدام دوتاست اینو بیام بیرون فعلا. اتفاقا من توی همین کمیته هنر کمیته ورزش یک سخنرانی داشتم در که خیلی به این موضوع اشاره کرده بود. یکی از مواردی که توش اشاره شده بود این که لباسی که اتفاقا همین آقایون لباس میکنن و بهش باش مشکل دارن، همین حرفی که شما میزنید، آیا این فقط برای خانم هاست که بعده؟ آیا لباس مثلا کشتیگیران آقا، اونایی که شناگر هستن انجام میدن، اینا مشکلی نداره و از تلویزیون ها پخش میشه، ولی اگر یک فوتبالیست زن یه دونه اینجوری لاخ موش از زیر اون همه کلا و شال و روسری و اینا بزنه بیرون، این کل عفت عمومی و مشکلات به هم میاد. من متوجه نشدم که کی اول دستشو بلند کرد. دوستان زحمت بکشن که آقای لطفی فکر میکنم دسترسی آقای لطفی رو بدم. مرسی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سپاس از خانم نجاتیان بابت سخنرانی کامل و جامعشون. یه چند تا نکته فقط من اضافه کنم که این که بحث اجحاف در حق بانوانمون که خب اصلا قابل حساب و کتاب نیست. به نوعی رشته های ورزشی که بانوان جهان دارن شرکت میکنن، اگر امکانش برای با شرکت کردن بانوان ما فراهم باشه، مطمئنن حرف برای گفتن در سطح جهان و بین المللی زیاد دارن بانوان و دختران ما در زمینه های مختلف. شما شنا رو فرض کنید، حالا به خاطر حالا بحث شنا تا حدودی با لباس هایی که گفتن، ولی فکر نمی کنم تیم شنا داشته باشه ایران. یا حالا ورزش های این چنینی که خب متاسفانه زمینش فراهمه ولی فقط برای ورزش کردن در داخل و یه سری تمرینات خاصشون، ولی واسه مسابقات امکانش نیست. یکی این که در بحث تأمین سرمایه و بحث ارجحیت قرار دادن، متاسفانه همونجور که فرمودید ورزش بانوان ما بسیار بهش ظلم میشه، سرمایه گذاری آنچنان نمیشه روش، به خاطر همین در همین رده های پایین میمونه، مگه اینکه ورزشی مثل فوتبال باشه، فوتسال باشه، که اینها به دلیل امکان تبلیغات سری شرکت ها میتونه یه مقدار براشون درآمدزا باشه، اون هم نه آنچنان. شما سقف قرارداد یک فوتبالیست یا فوتسالیست زن رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با یه فوتبالیست یا فوتسالیست مرد، اصلا قابل قیاس نیستن، اصلا هیچ نمیشه تناسبی براشون در نظر گیره. واقعا اجحاف در این زمینه بسیار زیاده. و بحث عفت عمومی و عفت جامعه که فرمودن، حالا تو بحث سخنرانی خودم بهش میپردازم تا حدودی، ولی اینها میان هر چیزی رو مثلا بحث سوارکاری و بحث دوچرخه سواری رو ربطش میدن به احادیث، به آیات و به
منابع اسلامی میان ببینن، مثلا تو بحث دوچرخه سواری خب نمیگن 1400 سال پیش که دوچرخه نبوده که بخواد در موردش پیامبر بخواد حرفی بزنه که بخواد بگه آقا این مثلا درسته یا نه. اونا میان میگن هر چیزی که در جلوی دید آقایون باشه، یعنی آقایون ببیننش، باعث تحریکشون میشه و این میشه منافع عفت، این میشه عفت جامعه به خطر افتادن. نظرشون اینه، یعنی اون بحث فقهیش اگه بخوام حساب کنیم، دید آقایان از نظر اینا، اون تفکر و اون دید آقایونه که دور از جون آقایون رو جمع از میکنم، اون منظور خودشونن، این دوچار مشکل میشه براشون. ممنون از وقتی که دادید. ممنون از شما. آقای احمدی خواه شما دستتون بالا، شما بلند بود، منصرف شدید؟ نه منصرف شدم، نمیدونم چرا اومد پایین. ببینید عفت عمومی رو آقایون میان تعریف میکنن، اولی که یه موجی وقتی مبهم بذارید جای سوء استفاده ازش زیاده. وقتی یه قانونی مبهم باشه شما میتونید هر جوری خواستی تعبیرش کنید. اصل یکی از اصول کسایی که میخوان کلاه برداری کنن یه قرارداد مبهمی مینویسن که هر جا خواستن ازش سوء استفاده کنن. این شفاف بودن کار چیزیه که آدم عادل، آدمی که میخواد راست باشه فقط انجام بده، و این کسی که خود کلاهبرداری کنه هر چیزی سعی میکنه غیر شفاف باشه. حالا عفت از نظر اینا چون که تقریبا همه خب همشون که مردن تقریبا همشون مریض جنسی هستن، اینا گروه ماده مجلشون راجع تحریک میشن. عفت عمومی یعنی تحریک شدگی آقایون حزب‌اللهی که تو هر مجلسی میرن این زنان رو مردان جدا نکنن تحریک میشن. حالا چه برسه که شما مثلا تو جمع خانوادگی تحریک میشی، خانوادهش هم خواهد معاشرت کنه جدا میکنه که تحریک نشه. حالا فرض کنین رو دوچرخه خب بیشتر تحریک میشن، یعنی یه خانمی دوچرخه سواری باشه بیشتر تحریک میشه. اینا نمیتونن، یعنی ایماناشون همشون فیکه، یعنی اون چیزی که میگن فیکه، و به خاطر همین چون که نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن سعی میکنن نبینن که حداقل در بیرون در جامعه نمود نکنه مشکلات جنسیشون، وگرنه اینا خود تخفا کیه که ندونه که اینا چقدر سیغه میکنه و چقدر روابط نامشروع داره از دید خودشون هم. چون اینا رو کمی نارو میگن روابط نامشروع دیگه خودشون. متشکرم. ممنون آقای احمدی خواه بر مشارکت. آقای شایگان بفرمایید، دوستان دسترسی ایشون رو بدید. درود مجدد، ممنون از خانم نجاتیان که این بحث رو سخنرانی خوبی انجام دادن، دوستان بحثای خیلی خوبی کردن. ببینید بحث عفت عمومی، اولا که ما باید بیایم جامعه رو دو بخش کنیم، یک بخشی که آقایان مد نظرشونه، یعنی مسئولی مد نظرشونه، چون من فکر میکنم فقط اونا هن که عفت رو اون مدلی تعریف کنن، یعنی تحریک شدن رو. اونا با هر چیزی، به قول آقای احمدی خواه، با هر چیزی تحریک میشن. یعنی فکر نمی کنم افراد دیگه جامعهمون، یعنی شهروندامون، اصلا این شکلی نیستش. خب ما داریم تو جامعه، خب خانوما و آقایون با هم سینما میرن، کنسرت میرن، یا چه میدونم جاهای مختلف میرن، ولی خب هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب تعریف شده یک سری چیزا، روابط تعریف شده است، ولی خب این حضرات با هر چیزی تحریک میشن. این بحث عفت رو که مطرح میکنن موضوع خودشونه، در واقع فکر نمیکنم موضوع جامعه باشه. اما یک موضوعی هم که آقای لطفی اشاره کردن، اینکه بحث سرمایه گذاری، ببینید آخه جمهوری اسلامی تو چی سرمایه گذاری کرده درست حسابی که بخواد تو ورزش بانوان سرمایه گذاری کنه؟ ما تو واقعا کدوم بخش داریم که اصلا درست حسابی یه چیزی رو انجام داده باشن، پایه‌گذاری کرده باشن و بخوام ازش بهره برداری خوبی هم بکنن؟ کلا اومدن برای ویرانی. یه موضوع دیگه هم که بود، حالا نه تنها به خانمای ورزشکار اهمیتی نمیدن، بلکه توهین هایی که بهشون میکنن. مثلا من یادمه که المپیک 2020 ژاپن بود فکر کنم، که پرچمدار تیم ایران یک خانم بود، احمد علم‌الهدا برگشته گفت بود مایه شرمساریه که یک زن پرچم ایران رو بگیره جلو راه بره. یعنی چی اصلا؟ یعنی چی شرمساری؟ اصلا من نمیفهمم
شن واقعا باید به خود اون شخص بیاد که این حرف رو میزنه. من الان عصبی هم شدم سر این موضوع، ببخشید. ببینید انقدر که همه چیزمون به همه چیزمون میاد که اصلا نمیدونم چی باید بگم، ببخشید، معذرت میخوام. مرسی. من مجبور شدم که عوض کنم، به خاطر همین دسترسی ندارم. الان دارم؟ آره. ممنون از شما آقای شایگان. خانم رهایی بفرمایید. تشکر از همه همکاران عزیز. من یه نکته رو حالا فکر میکنم همه این اخبار رو خوندن و دیدن، من یه نکته رو عنوان کنم و دیگه باید تا تهش رو بخونیم همگی. این تازگی این اسمشون رو من یادم رفته و هیچ وقت هم دوست ندارم اسماشون رو یاد بگیرم، چون اینقدر آدم های مزخرفی هم که اصلا لیاقت این که اسماشون رو حفظ کنیم هم ندارم. این عنوان کرد که حتی خانوم هایی که یا آقایونی که حیوان خونگی دارن اگر که جنس مخالف خودشون باشه، یعنی اگه خانومی سگ داره، سگ مذکر داره، باید صیغه محرمیت خونده بشه دیگه. حالا باید بگیم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقتی در رابطه با حیوان و حیوان خونگی، حالا سگ، همستر، گربه، هر چیزی این نظر رو میدن، اینقدر این نشون میده که ذهنای اینا اینقدر کثیفه، چون اینها نظراتی که توی ذهن خودشون هست و به جامعه میخوان تحمیل کنن. وقتی اینقدر این ذهن کثیفه که حتی به یک حیوان خونگی هم اینا نمیتونن رحم کنن و میگن باید صیغه محرمیت خونده بشه که شاید یه اتفاق بینشون بیفته، اینو دیگه واقعا مایه شرمساریه که یک چنین کسایی دارن به جامعه ایرانی حاکمیت میکنن و واقعا مایه شرمساریه دیگه. تا تهشو باید خوند که چه ذهنی دارن اینا. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما خانم رهایی. بله متاسفانه منزجر کننده است افکار این دوستان. آقای مصطفی نیا مایک بر شماست، بفرمایید. عصر بخیر خدمت دوستان. خدمت شما عرض کنم که سرکار خانم نجاتیان در انتهای فرمایشاتشون یه سوالی رو مطرح کردن، من میخواستم که به اون نکته بپردازم. ایشون گفتن که براشون جای سواله که چطور یک مرجع ترکیب یا یک آیت الله که حالا مرد او اینا در مورد پوشش یا مثلا اون چیزهایی که به نفع خانوماست حالا تصمیم میگیره یا خودش رو میتونه تصور بکنه جای اون شخص و اینا. میخواستم اتفاقا بگم که اصلا نباید برامون جای سوال باشه این موضوع، به خاطر اینکه ببینید آخوندی که یه خط فیزیک نمیدونه، یه خط ریاضی نمیدونه، نجوم نمیدونه، با اعتماد به نفس کامل میاد در مورد پیدایش دنیا و نمیدونم آفرینش ستاره ها و خورشید و اینا ساعت ها برنامه میذاره و از مزخرفاتش با اعتماد به نفس کامل دفاع میکنه، یا آخوندی که بدون اینکه هیچ مطلبی در مورد پزشکی بدونه میاد راه درمان مثلا بیماری های جدیدی مثل کرونا رو مثلا تبلیغ میکنه، در براش بودجه میگیره. خب شما چیزی از یه همچین موجوداتی انتظار اینم باید داشته باشید که در مورد هر چیزی بخوان نظر خودشون رو به جامعه تحمیل بکنن. حالا داستان چیه؟ موضوع اینجاست که این دوستان خودش در واقع امامانشون رو صاحب علم لدنی میدونن و از اونجایی که خودشون رو جانشین اون ولا میدونن
ادعا دارن که این علم لدنی به ما به ارث رسیده. خب به همین دلیله که اینا به خودشون اجازه میدن که توی هر مسئله‌ای برای کل جامعه تصمیم بگیرن. اتفاقا به نظر من راهش این نیست که ما بخوایم باهاشون صحبت بکنیم یا بپرسیم که چرا، چه استدلالی پشت این حرفتون هست، پشت حرفاتون هست. به نظر من اصلا ما نباید به اینها اجازه بدیم که افکارشون تو ذهن ما بنشینه، چه برسه برامون بخواد سوال ایجاد بکنه. به نظر من راه مقابله با این مسائل، خب الان قدرت سیاسی دستشونه و طبعا تأثیر گذارن رو زندگی ما، اما به نظر من راه نجات ما اینه که در وهله اول این مسائل رو از ذهنمون پاک کنیم و به هیچ عنوان هیچ چیزی از این دوستان رو مقدس ندونیم، که به واسطه اون مقدساتی که تو ذهنمون هست حتی یک لحظه به هر بهانه‌ای، حالا نمیدونم ماه رمضان، نماز، روزه یا هر چیزی که خوراک فکری که این افراد به ما میدن رو بخوایم دنبال کنیم، چون تا زمانی که ما خوراک فکری که به ما میدن رو تحت عنوان مقدسات بخوایم دنبال کنیم و از همینه. و سخن رو کوتاه میکنم، دستتون درد نکنه که به من وقت دادید. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما، ممنون به خاطر بر مشارکت. فقط یه اتفاق افتاد خانم شاسرانی، فکر کنم که آقای احمدی خان رفتن الان از جلسه و ما دیگه ادامه برنامه رو فکر کنم رکورد نداری. اگه تا دیر نشده یکی از دوستان زحمت رکورد رو بکشن. مرسی. خب دوستان، اگر که برای این قسمت موردی نیست که بخواین اضافه بکنید، بریم سراغ سخنران بعدیمون، جناب آقای داوود لطفی با موضوع چرایی عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها. جناب لطفی، مایک برای شماست، بفرمایید. بله، ممنون از وقتی که به من داده شد. شروع میکنیم. قبل از شروع من عزیزان فرمودن یک بار دیگه از نوبه خودم این شهریور رو متاسفانه برای ورزشمون، همیشه متاسفانه چند سالی از خاطرات خوبی نداریم از این شهریور ما، تسلیت میگم سالگرد نوید افکاری عزیز و دختر آبی رو. امیدوارم که دیگه ما شاهد همچین اخبار تلخی نباشیم در ورزش کشورمون. شروع میکنم سخنرانیمون. حضور زنان در ورزشگاه های ایران در سالهای پیش از انقلاب 57 آزاد بود و زنان ایرانی میتونستن بازی های ملی و باشگاهی زنان و مردان رو آزادانه تماشا کنند. اما در سالهای بعد انقلاب در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه‌های مراجع تقلید شیعه در این باره محدود و تماشای مسابقات مردان در سالن یا ورزشگاه‌ها ممنوع شد. در دهه‌های 70 و 80 این موضوع به درخواست زنان برای دیدن بازی ورزشی مردان خصوصا فوتبال جدی‌تر شد و فشار کنفدراسیون‌های ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه‌تری به موضوع داد. ممنوعیت تماشای بازی مردان در ورزشگاه برای زنان نوعی تبعیض جنسی شمرده میشه. تا همین چند وقت پیش گزارش‌های مبنی بر حضور غیرمجاز دختران با لباس‌های پسرانه در ورزشگاه منتشر میشد. همچون مردان که از تماشای ورزش زنان نزدیک محرومند، هواداران زن تیم‌های ورزشی هم نمیتونند به تماشای تیم‌های مردان محبوب خودشون برن. جریان اعتراض به ممنوع بودن حضور زنان و دختران در ورزشگاه ها با اعتراضات خودسوزی و خودکشی همراه بود و جمهوری اسلامی با مقاومت چند ساله بالاخره مجبور به پذیرفتن حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان شد. یکی از این افرادی که با خودسوزی اعتراض خودش رو به حکم دادگاه مبنی بر مجازات وی به جرم حضور در ورزشگاه اعلام کرد، دختری به نام سحر خدایاری، معروف دختر آبی بود، که نتونست برای تماشای بازی تیم استقلال به ورزشگاه راه پیدا کنه و توسط مامورا دستگیر و بازداشت شد.
وی در مراحل پیگیری پرونده و هنگام خروج از دادگاه در اقدامی غیر منتظره در روز 11 شهریور سال 98 خودش رو مقابل دادگاه با آتیش کشید تا اعتراض خودش رو نسبت به قوانین حکومتی با سوزوندن خودش نشون بده. این حرکت اعتراضی تو اون زمان با واکنش‌های هنرمندان و سیاستمداران خارجی و داخلی و بسیاری ورزشکارا همراه بود. حتی بازیکن‌های استقلال در این باره ابراز تأسف و نگرانی کردند. متاسفانه این دختر در روز 18 شهریور بر اثر شدت سوختگی درگذشت. در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان خواستار آزاد شدن حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان شدند. از اون جمله میشه به تلاش برای ورود به بازی فوتبال ایران و آلمان در سال 83 همچنین کمپین دفاع از حقوق ورود زنان به ورزشگاه‌ها با شعار حق زن نیمی از آزادی اشاره کرد. سرانجام با فرصت تعیین شده رئیس فیفا جانی اینفانتینیو برای آزاد کردن ورود زنان به استادیوم، حکومت ایران مجبور به عقب نشینی شد و اعلام کرد که از اکتبر 2019 قانون ممنوعیت به استادیوم رو لغو میکنه. البته پیش از این دولت عربستان نیز از ژانویه 2018 ورود بانوان رو به استادیوم آزاد کرده بود که این خودش از مهمترین عواملی بود که حساسیت روی ایران رو بالا برده بود. سرانجام در روز 18 مهر 98 برای اولین بار پس از انقلاب زنان ایرانی به صورت رسمی در دیدار تیم ملی فوتبال مردان ایران و کامبوج در مقدماتی جام جهانی 2022 پس از خرید بلیط اینترنتی وارد ورزشگاه شدند و از نزدیک مسابقه را تماشا کردند. تا قبل از این مسابقه نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی در سال 77 و در جریان استقبال از بازیکنان تیم ملی که تونسته بودن به جام جهانی 98 صعود کنن اتفاق افتاده بود. با وجود اینکه اون زنان برای این حضور دعوت نشده بودن، اما اونا با حضور خودشون تونسته بودن به ورزشگاه راه پیدا کنن. به طور کلی اولین حضور زنان در جریان یک بازی فوتبال در بازی ایران و ایرلند در سال 81 اتفاق افتاد، جایی که تعداد محدودی از زنان ایرلندی تونسته بودن وارد ورزشگاه آزادی بشن. این هم با اعتراض فعالان جنبش زنان ایران مواجه شد، چرا که معتقد بودند ممنوعیت حضور زنان فقط برای زنان ایرانیه. حضور زنان خارجی بعدها بارها و در هنگامه برگزاری بازی‌های بین‌المللی تیم ملی ایران تکرار و تکرار شد. زنان کره‌ای، ژاپنی، چینی و سوریه‌ای توانسته بودن وارد ورزشگاه آزادی بشن، اما حضور زنان ایرانی همچنان ممنوع بود. اما اولین حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه‌های ایران برای تماشای یک دیدار ورزشی به بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی 2006 برمی‌گردد. تو این بازی که ایران به جام جهانی هم صعود کرد، علاوه بر زنان، سید محمد خاتمی رئیس جمهور اون وقت هم از نزدیک بازی رو تماشا می‌کرد. در اون زمان فیلمی ساخته شد به نام آفساید با موضوع دخترانی که برای ورود به ورزشگاه آزادی تلاش می‌کنند، که در طول این بازی بخشی از اون فیلم هم فیلم برداری شده بود. تلاش برای حضور در ورزشگاه آزادی یک بار هم با همبستگی زنان کره‌ای رخ داده بود. 4 تا دختر ایرانی تونسته بودند در سال 78 وارد ورزشگاه آزادی بشن. قابل ذکری که در سالهای گذشته و تنها زمانی که بانوان یک مسابقه ورزشی رو از نزدیک دیدند فقط چند دیدار والیبال بود در لیگ جهانی والیبال که اون هم به دلیل فشارهای فدراسیون جهانی والیبال رخ داد و دیگه هم تکرار نشد. در آغاز سال 85 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوتی در میان مسئولین کشور، نمایندگان مجلس و خبرگزاری‌های خارجی همراه بود و با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتونست اون رو به اجرا در بیاره و از تصمیم خودش هم صرف نظر کرد. احمد خاتمی خطیب محافظه‌کار نماز جمعه تهران مهمترین عامل مخالفت روحانیون با حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو اهمیت رعایت حجاب و عفاف میدونه و گفته نمیشه تضمینی بر رعایت اون در صورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد. در شهریور 87 خبرهایی مبنی بر اینکه زنان میشه بازی‌های زیر نظر AFC رو تماشا کنن منتشر شد، اما به 7 دختر که برای دیدن بازی سایپا بنیادگاه به ورزشگاه آزادی رفته بودن اجازه ورود داده نشد. در زمان برگزاری بازی‌های باشگاهی به ویژه لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ قهرمانان آسیا، زنان ایرانی به دفعات مختلف با تغییر چهره و ظاهر سعی کرده بودن وارد ورزشگاه بشن. از جمله فروردین 92 یه دختر با تغییر چهره وارد ورزشگاه آزادی شد و بازی استقلال و الهلال رو تماشا کرد.
در هفته 17 لیگ برتر سال 96-97 مسابقه بین فولاد و پرسپولیس دختر اهوازی به اسم شبنم با هدف لغو منع حضور بانوان در ورزشگاه خودش رو به شکل پسر درآورد و مسابقه را نزدیک تماشا کرد. او گفته بود تماشاگرای مرد اطرافش رفتار خوبی باش داشتن و تمام مسائل رو رعایت کرده بودند. این تلاش ها همواره موفق نبوده و به عنوان مثال در جریان بازی استقلال العین در خرداد 96 هم یه دختر استقلالی که با ظاهر پسرونه وارد ورزشگاه شده بود توسط نیروی انتظامی دستگیر شد. در اثنای برگزاری فصل فوتبالی 97-98 لیگ برتر هم طرفدارای تیم تراکتور تبریز در جهت حمایت از حضور زنان در استادیوم رأس دقیقه 24 مسابقه شعارهایی رو دادن بر این تأکید بر این امر و این در چندین بازی پشت سر هم در تبریز تکرار شد. خرداد 97 و بعد از کلی کشوهای فراوان زنان تونستن برای تماشای بازی‌های تیم ملی که در ورزشگاه آزادی پخش مستقیم می‌شدن وارد ورزشگاه بشن تا برای نخستین بار زنان ایرانی به شکل گسترده وارد ورزشگاه‌های فوتبال بشن. همچنین توی این سال مرکز بررسی‌های استراتژیک در راستای اقدامی عملی برای حل این مسئله پروژه‌ای را به عنوان حضور زنان در ورزشگاه‌ها پژوهش فقهی به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سفارش داد. این پژوهش توسط جواد فخار طوسی انجام شده بود. نتیجه به دست اومده از بخش اول پژوهش این بوده که با در نظر گرفتن ذات موضوع یعنی حضور زنان در ورزشگاه بدون توجه به عناوین جانبی حکم اول شرعی این مسئله مباح بودن و مجاز دانسته شدنشه، لذا بانوان میتونن در ورزشگاه به عنوان تماشاگر در کنار مردا حاضر باشن. در فصل دوم از بخش دوم پژوهش نشون داده میشه که عناوین عوارض مثبتی همچون نقش این حضور در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و سالمسازی محیط‌های ورزشی هیچ گونه تأثیری در این حکم شرعی نداره. در نتیجه اون حکم اول شرعی یعنی مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه ها با هیچ استثنایی روبرو نمیشه و تأیید میشه. اما از نظر رهبری این موضوع به گونه دیگه ایه. قبل‌ترها در سال 85 خامنه ای به احمدی نژاد رئیس جمهور وقت نوشته بود: جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری، با سلام. حضرت آقای مصباح نقل کردند که جناب عالی گفته اید رهبری با اقدام مربوط به ورزشگاه ها مخالفت نداشته، در حالی که این جانب عدم رضایت خود را صریحا به جناب عالی گوشزد کردم، لکن چون این پس از اقدام شما بود لذا صلاح ندانستم دخالت کنم. به هر حال لازم می دانم جناب عالی به نحو مناسبی آن اقدام را تصحیح بفرمایید. ابراز مخالفت با نظر مراجع نیز به هیچ وجه درست نیست. امید است روز به روز موفق تر باشید انشالله. میشه گفتش که دلیل اصلی همه مخالفت ها در همینه: رهبر مذهبی ما، جامعه اسلامی، شهر، اخلاقیات، فسادآور بودن و هزاران دلیل پوچ و واهی که از یک عقل عقب افتاده و خرافاتی خارج میشه و اطاعت هواداره چشم و گوش بستش از این احکامه. مخالفان رسمی به هزار و یک زبان و دلایل و انگیزه های به اصطلاح فقهی و اجتماعی و فرهنگی بر ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها تاکید و دلایل واقعی و واهی رو در تریبون های نماز جمعه و در رسانه های رسمی تبیین میکنن. یکی از این تریبون های نماز جمعه توی مشهد در دست علم الهداست. از نظر اون مسئولان فوتبال باید در ورزشگاه ها مکان هایی رو مخصوص بانوان فراهم کنند که صیانت داشته باشه. او گفته زنان را باید صیانت کرد، چه مانعی داره از ورزشگاه فوتبال رو ببینن؟ مراجع تقلید و مقام معظم رهبری فتوا دادن که دوچرخه سواری زن در ملأ عام و منظر مردان حرامه، چرا که تبرجه. تبرج یعنی خودنمایی برای مردان، یعنی زنان این کارو میکنن که جلو مردا خودنمایی کنن و نباید زنان در حضور مردان در خیابان‌ها سوار دوچرخه بشن. اما آیا زنان نباید دوچرخه سواری کنن یا از سواری کنن؟ خیر، زن باید بتونه استفاده کنه، تنها باید صیانت بشه و حفظ بشه و در مکانی بدور از نگاه مردان بتونه دوچرخه سواری و از سواری و تفریح کنه. علم الهدا گفته این که میگن فیفا مجبور کرده زنان باید در تماشای بازی فوتبال شرکت کنن شیطنت های افراد بیدین و ضد انقلاب خارج نشینه که فیفا رو تحریک کردن، وگرنه فیفا به این کارا کار نداشت. حال زن از تماشای فوتبال محروم باشه و تنها به تلویزیون اکتفا کنه، چی میشه؟ این نظام اسلامیه.
یه نمونه دیگر از این مخالفت هم در بهمن 1400 قبل بازی ایران عراق در راستای مقدماتی جام جهانی 2022 رقم خورد، جایی که عده‌ای از جبهه خودی دولت از جمله مجمع عمومی جامعه مدرسین قم و شماری از کمیسیون فرهنگی مجلس معترض فروش بلیط به زنان شدند. ولی الله لونی رئیس این مجمع در نامه ابراهیم رئیسی نوشت که این امر باعث شگفتی بدنه انقلابی و متدین جامعه میشه که حامی رئیسی بودند. لونی اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها را نمونه ای از تصمیمات حاشیه ساز دولت خواند و با رویکرد و منش ابراهیم رئیسی گفته این مطابقت نداره. او به رئیسی گوشزد کرد که ورود زنان به ورزشگاه ها مورد مخالفت صریح علی خامنه ای، مراجع تقلید و بزرگان حوزه بوده و هست. به تاکید لونی موضوعی که دولت مد نظر قرار داده نه تنها مشکل و اولویت زنانی است، بلکه برخلاف ارزش‌های اسلامی و غرب‌گرایانه است. جامعه مدرسین از دولت خواسته تا حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار بده و به اصلاح سیاست‌ها و عملکرد مخرب فرهنگی دولت قبلی بپردازه به جای آزادسازی استادیوم برای ورود خانم ها. این نهاد مذهبی خواستار حرکت انقلابی و شرعی وزارت ورزش و جوانان شده بود. در دیماه 1400 در قم جلسه یا بهتر بگیم مناظره برگزار شد بین مخالفین و موافقین این طرح به عنوان بررسی فقهی و موضوع شناسی حضور بانوان در ورزشگاه. در این جلسه ترویجی که حجج الاسلام و المسلمین سید محمد، ببخشید من اینجور میگم، خواهم اسم طرف رو بدونیم چه کی هست بشناسیمش، حجج الاسلام و المسلمین سید محمد نجفی استاد سطح عالی حوزه، کاظم قاضی زاده استاد حوزه و دانشگاه، محمد علی خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قدرت الله باقری دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران و رئیس هیئت فوتبال قم به سخنرانی پرداختند. مهمون ویژه‌شون هم حسام الدین آشنا مشاور رئیسانه‌ای رئیس جمهور بوده. قدرت الله باقری گفته ممنوعیت و حضور بانوان موجب شده که در سالهای اخیر برخی دختران با تغییر چهره وارد ورزشگاه بشن و انتشار تصاویر این امر در فضای مجازی بازتاب‌های منفی زیادی رو در پی داشته. وی گفته حضور بانوان در ورزشگاه ها سال هاست که به عنوان یک مسئله وجود داشته که این موضوع در انبوه مشکلات کنار گذاشته شده یا گم شده. باقری با بیان اینکه این موضوع بارها توسط نهادهای مختلف طرح مسئله شده ولی تا کنون حل نشده گفته تنها کاری که ما توی این سالها کردیم این که صورت مسئله رو پاک کردیم و به جای اینکه دولت‌ها به دنبال حلش باشن جا خالی دادن و تلاشی برای این موضوع نکردن. باقری با بیان اینکه این حساسیت‌ها بیشتر به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال محدود شده ادامه داد تنها فدراسیونی که زیرمجموعه دولت نیست فدراسیون فوتباله و این موجب شده تا هر گونه دخالت دولت در فوتبال با تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی فوتبال کشور مواجه بشه. همونطور که می‌دونی برخی موضوعات از جمله تحصیل بانوان، رادیو، تلویزیون و بسیاری دیگه از وسایل جدید مثل دوچرخه، عینک، موضوعاتی بودن که در کشور در اوایل انقلاب حرام بودن که در ادامه کم کم جا افتاد و حلال شدن. ورزش‌های مثل شطرنج، کاراته، بیلیارد، بدنسازی هم از جمله رشته‌های ورزشی بودن که در گذشته و برخی هم تا کنون فعالیت‌هاشون با محدودیت‌های مواجه بوده. اکثر مخالفان فقهی در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها خودشون تا کنون در ورزشگاه‌ها حضور نداشتند و تنها به اظهار نظر دیگران برای مباحث فقهی اکتفا کردند. از نظر علما حکم اولیه اختلاط در محافلی که به طور قطع منجر به گناه و بی‌بندوباری است و یا حتی منجر به گناه نمی شود ولی در معرض جدی گناه است حرام می باشد. از نظر نجفی استاد حوزه با توجه به اینکه چیزی به اسم ورزشگاه در روایات نداریم و همین دلیل باید مبناهای کلی رو برای استدلال در این موضوع مد نظر قرار بدیم. اردوها، کنسرت‌ها، کلاس‌ها یا هر محفلی که افراد رو در معرض بی‌بندوباری قرار بده هیچ تفاوتی با ورزشگاه نداره و به طور قطع اون مکان موضوع و حضور حرامه. بر اساس حکم اولیه اگر محیط و شرایط به گونه‌ای باشه
که بانوان در معرض دید نامحرم قرار بگیرن ولو در معرض جدی نباشه، با انبوهی از ادله فقهی به طور قطع حضور در چنین مکانی مکروهه. و با بیان اینکه بانوان مقید و متدین تا زمانی که مصلحت قوی نباشد خود را در معرض نامحرم قرار نمیدهند. این گفته برخی اختلاط های زن و مرد از جمله حج، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از اسلام و مکتب در اسلام واجبه، یعنی این اختلاط باید باشه، ولی علاوه بر وجوب زمینه و نحوه ورود به این موضوعات نیز اهمیت داره. حضور در برخی تجمعات از جمله زیارت‌ها و قبور، زیارت‌های اهل قبور و ائمه از جمله اموریه که نه تنها بر اون تاکید میشه بلکه به عنوان امری مستحب هم بیان شده. که ما چند وقت پیش یه نمونه از این تجمعات مختلط عزیزان رو داشتیم در اواخر آزادی به نام سلام فرمانده شاهد بودیم که چون به صلاح مملکت بود نه تنها حضورشون کنار هم، حضورشون در ورزشگاه، بلکه کنار هم نشستن زن و مرد هم مانعی نداشت و اینجا عفت جامعه لکه‌دار نمی‌شد. از نظر این آخونده بلندپایه حوزوی، نگاه شهوانی زنان به بدن عریان مردان از نظر شرعی حرمت داره. همان گونه که نگاه مرد به زن نیمه عریان شهوانیه، نگاه زن به مرد نیمه عریان هم شهوانیه. در نهایت این مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه مشکل ما در حضور بانوان در ورزشگاه‌ها متناسب با شرایط فعلی این ورزشگاه‌هاست گفت موضوعات مکروه ایجاد حق نمی کنه، بلکه به دلیل آسیب‌های امر مکروه باید حاکمیت تلاش کنه تا جلوی اون رو بگیره. و از اونجایی که مش نمونه خرواره، عرایض پر از محتوای این عالم دینی رو میشه به باقی علمای عزیز نسبت داد و نتیجه گیری کرد که این طرز فکر حاکم بر جامعه امروز کشور ماه. یادمون نمیره با همین طرز فکر بود که اون داستان مشهد حادث شد. چه بر سرت بانوان و دختران مشهد اومد و حرمتشون محترم شمرده نشد. عزیزایی که طبق اعلام خودشون اعلام فدراسیون بلیط تهیه کرده بودن تا به دیدن بازی ایران و لبنان برن و جشن صعود بگیرن، جشنی با اسپری فلفل و زد و خورد همراه شد، کامشون تلخ شد و در آخر هیچ کس هم زیر بار نرفت، تنها به یک عذرخواهی بسنده کردن. اما خبراش به گوش فیفا رسید و اهرم فشار قوی تر شد تا بالاخره پس از کشوغوس‌های فراوان و تهدیدهای جدی مبنی بر تحریم دائم فوتبال، اولین حضور زنان در لیگ برتر در بازی‌های استقلال و مثل کرمان در سوم شهریور امسال اتفاق افتاد. دومین حضورم باروان عزیز در لیگ برتر در بازی پرسپولیس و سنت نفت که در نهم شهریور روی داد. این حضور بانوان فعلا فقط در ورزشگاه‌های آزادی مقدور و امکان پذیره و برای سایر ورزشگاه‌های کشور تصمیمی گرفته نشده. در همین راستا و بعد از این دو حضور، بسیاری از هنرمندان ورزشگاهان در صفحات مجازیشون این مهم را به همه بانوان تبریک گفتند. فیفا اما در صفحه رسمی خودش نوشت از اینکه امروز در ورزشگاه آزادی حضور دارید خوشحالیم. البته حرف و حدیث‌های زیادی هم بوده و هست مبنی بر اینکه این زنان دستچین شده خود فدراسیون بودن و هر کسی نمیتونه بلیط تهیه کنه وارد ورزشگاه بشه، که جای تفکر و قابل داره و قابل بررسیه. البته شاید این گونه باشه ولی نه به صورت کامل، چرا که به هر صورت بابت چگونگی این کار باید توضیحاتی به فیفا داده و مدارکی ارائه بشه تا راستی و درستی این موضوع رو تایید کنه. پس نمیشه زیاد به این اخبار و صحبت هم اطمینانی کرد. دولتی ها اما میگن که بدون فشار فیفا به بانوان ایرانی اجازه حضور در ورزشگاه رو دادن، که راستش قابل باور نیست. اگر فشارهای فیفا نبود، اون هم در زمانی که دبیر ستاد امر به معروف به دنبال جداسازی دانشگاه هاست، حضور بانوا در ورزشگاه های فوتبال یه رویا میموند، باقی میموند، که به لطف فشار فیفا به واقعیت مستبدل شده. از همه حرفا میگذریم. حس و شور حال دختران آبی و قرمز که بالاخره تونسته بودن با خیال راحت بدون دغدغه و استرس در یک بازی باشگاهی داخلی به باشگاه برن و تیم محبوب خودشون رو تشویق کنن قابل درک و توصیف نیست. خوشحالی از دیدن زمین چمن، حس کردن جو استادیوم آزادی از نزدیک اصلا قابل توصیف نیست. باید به دختران و بانوان ایرانمون گفت این هیجان غیر قابل وصف و این لذت بردن از طعم شیرین پیروزی در این جنگ نابرابر جوش جونتون. امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه تا تمامی ورزشگاه های ایران توی تمامی رشته ها این امکان میسر بشه تا خانواده ها با هم و در کنار هم به
بتونن به بازی تماشای بازی ها برن و از دیدن مسابقات لذت ببرن و اوقات خوبی رو در کنار هم داشته باشن. تموم شد مطالب من. من فقط یه موردی امروز باز به دستم رسید که حالا خدمت شما میخونم که در ادامه مخالفت ها بعد از این دوتا اتفاقی که افتاد استقلال و پرسپولیس تماشا رفتن، روحانیون در ایران از حضور زنان در ورزشگاه ها خشمگین شدند. محمد سعیدی امام جمعه قم مخالفت خودش رو با ورود زنان به ورزشگاه اعلام کرد و خطاب به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده که امر خدا مقدم بر نهادهای بین المللی است. سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم با انتقاد از صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه گفته باید به وزیر ورزش به دلیل ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاه ها تذکر داده بشه. اون اضافه کرده این انتظار وجود داره که دولت برای جامعه شادی حلال تولید کنه و این امر ضروری است و متدینین از این وضع، یعنی ورود زنان به دانش به ورزشگاه ها، گله دارن. این روحانی هشدار داده که عبور از خط قرمزها برای متدین‌ها قابل تحمل نیست و نباید گذاشت ناهنجاری‌های اخلاقی عده‌ای در ورزشگاه‌ها به نام دولت مردمی ثبت بشه. عقب نشینی مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل درخواست فیفا مبنی بر لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به حضور اونها در برخی مسابقات ورزشی منتهی شد. که حالا باز مطالبش یکم طولانی‌تره، دلیل زیغ وقت ادامهش نمیدم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که یه روزی برسه که هیچ محدودیتی فارغ از حالا بحث ورزشگاه‌ها نه، کلا برای خانمانمون در سطح کشور نداشته باشه. ممنون. ممنون از شما جان باشی. بله واقعا با امید روزی که ممنوعیت ها تموم بشه. فقط شادی حلال حرام نداشت که اونم انگار داره میاد تو کار برنامه و اینا. خیلی هم عالی. آقای احمد خب بفهم. اول از همه جا داره که تبریک بگیم که خب خانوما به هدفی که خواستن رسیدن. دوم از همه این نشون میده که برای رسیدن به هدف باید هزینه کرد و این حکومت هم مثل همه حکومت ها باید کنار بیاد با خواست واقعی مردم. وقتی مردم هزینه شدن کنار، همونجوری که شورای اون عظمتش از بین رفت، وقتی مردم بخوان همیشه تغییر. متاسفانه این قضیه کم جا افتاده تو ما، چون ما مثلا میگیم مثلا آلمان، ژاپن، چه میدونم امریکا فلان موضوعی تو شاید چه فلان استانداردی داره، خب بابتش مردمش رفتن هزینه کردن. مثلا همین قضیه که میگی تعریف می‌کنی، تاریخچه حضور زنان در ورزش، خب می‌بینید چه سختی‌هایی کشیدن، چه دختران یا کشته شدن، خودکشی کردن، یا لا بالاخره یک سری عقده و کینه و ناراحتی های دلشون همیشه مونده که چرا من باید حقم خوردش. ولی خب رفتن انرژی گذاشتن و به هدفشون رسیدن. خب همین میشه گسترش داد به موضوع حجاب. ما خب نصف جامعه خانوم هستیم که مشخصه. خب نصف جامعه اگه واقعا بخوان میتونن تو 24 ساعت تغییرش بدن. مثلا کافی 30% جامعه، 30% خانوم ها که حدودا مثلا میشه حدود 12-13 میلیون بی حجاب بیان بیرون. تا حکومت ظرفیتش رو نداره اینا رو زندان کنه یا تملیک کنه و مشروعیتش رو بین میده بخواد با اینا مبارزه کنه. اینا بالاخره درسته خیلی چیز میکنن، شاخشون رو میکشن بازه داخل بازه خارج جرعت نمیکنه این کنه یه 12 میلیون رو بکنن زندان یا بخون باشون مبارزه فیزیکی کنن. یه الگوی خوبی میتونه باشه بازه خانوما، بازه آقایون، حالا تو بخش کارگری، تو بخش هر حق و حقوق که ملت میخوان، اگه واقعا هزینه شدن اتحاد داشته باشن سریع هم میرسن به خواستش. میگم قوی تر از شوروی یا امثال هم نبودن. مردم وقتی خواستن تغییر کرد. امیدوارم روزی برسه که مردم قاعد آگاه شن که خواستها رو دست نیافتنی نبینن. خواستها خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر می‌کنی دست یافتنیه. ما مثلا می‌بینیم 70-80% مردم مشروب می‌خورن ولی همه در خفا می‌خورن. با این 70-80 میلیون 70-80% نیستش هم جرأت کنن دستشون مشروبشون رو بگیرن برن تو خیابون. آیا اصلا به نظرتون شدنیه که بخون جلوی اینا رو بگیرن؟ چرا باید اکثریت پیرو به اقلیت ضعیف ترسویی باشه؟ چون که اینا مثل قلدرهای مدرسه هستن، یکی که قوی باشه جلوشون باشه سری جا میزن. اینا شجاعت اینا نداره با مردم مبارزه کنن. پس بهتره مردم آگاه شن و بدونن خیلی راحت تر از اینها میتونه این حکومت حداقل یا تغییر بکنه اصلش یا نه تعدیل بشه قوانینش به نفع مردم. متشکرم. ممنون از شما جناب احمد. خب به نکات ظریفی با مثال‌های درستی اشاره کردیم واقعا.
آقای لطفی بفرمایید. بله، من فقط یه نکته فراموش کردم اضافه کنم. این بحث مشهد و اتفاقاتی که در مشهد افتاده بود، خوشبختانه از اونجایی که فیفا گزارشاتش به فیفا رسیده و خبرهایی که توی یکی دو روزه در سایت‌های مختلف هم شاهد بودیم، اینه که فیفا به جد پیگیر این قضیه است و توضیحات کاملی خواسته. اون توضیحات قبلیشون اصلا قبول نکرده و مطمئناً اتفاقاتی اگر بخوان جلوی این عدم حضور رو بگیرن، اتفاقات بسیار بدی برای فوتبال و ورزش کشورمون میفته. خواستم همین رو اضافه کنم فقط. ممنون. خیلی هم عالی. ممنون برای همه دوستان که مشارکت کردن. دوستان اگر مورد دیگه هست که میخوان به موضوع سخنرانی آقای لطفی اضافه کنید، لطفاً با دست راه نمایی کنید. پس با اجازتون میریم سراغ بحث آزاد که با موضوع حق رفاه به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی هستش. من ابتدا یه مقدمه از این روز رو خدمتتون ارائه بدم. 10 سپتامبر روز جهانی خودکشی نامگذاری شده که توسط فکر میکنم سال 2003 توسط انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی 10 سپتامبر رو روز در واقع جهانی پیشگیری از خودکشی نام دادن. با توجه به اینکه همطور که دوستان اشاره کردن امروز به سال مرگ دختر آبی هست و مصادف شده با این واقعه، خوبه که بپردازیم به این که به علل در واقع خودکشی که تا جایی که من اطلاع دارم در واقع خودکشی 2 عامل و 2 اهرام خیلی اصلی و اساسی داره که یکی از اون عوامل خانواده و یکی از اون عوامل جامعه هستن که در نهایت منجر به این اتفاق تلخ و غم انگیز میشن. در اون آمارهایی که من راجبش خوندم، آمار خودکشی به صورت کلی توی دنیا زنها بیشتر از مردهاست، اما خودکشی که انجام میشه، اما خودکشی که نهایتا منجر به مرگ طرف میشه توی آقایون تعدادش بیشتره، که اونم حالا یه سری از روانشناسه یه سری مسائل روانی رو در واقع یا میشه گفت جنسی رو بررسی کردن توش، اینکه حالا ابزاری که مورد برای خودکشی استفاده میشه خب خانوم ها و آقایان با هم متفاوته، مثلا اینکه خانوم ها از قرص یا امثال هم استفاده میکنن ولی توی آقایان مثلا خیلی دیده شده که شلیک گلوله یا به دار آویختن بوده متاسفانه. وضعیت خودکشی توی ایران بخوایم بهش اشاره بکنیم، متاسفانه خیلی خیلی بد و از سال اگه اشتباه نکنم 96 یک روند صعودی بسیار وحشتناکی رو شاهدش بودیم توی ایران، که من حالا یک آمارهایی هم داشتم که در واقع به صورت منطقه‌ای و جغرافیایی توی ایران این مسئله خودکشی رو بررسی کرده بودن که حالا توی صحبتام بهش اشاره میکنم. یکی از همین مسئولینی که مال سازمان جلوگیری در واقع از خودکشی هست میگه که یکی از عوامل مورد توجه در این موضوع نقش رسانه هاست، که بعضی وقتا این رسانه ها نقش منعکس رو بازی میکنن، یعنی یک برنامه ای رو میسازن که بیان در واقع از خودکشی جلوگیری بکنن ولی تأثیری که روی اون فرد بیننده میذاره دقیقا برعکسه، چون اون برنامه ها با عدم آگاهی ساخته میشه.
برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی از ابتدای سال 99 در تمامی 63 دانشگاه علوم پزشکی کشور و مناطق تحت پوشش در حال اجراست که روانپزشک با بیان این اصل مهم در کاهش نرخ خودکشی و شناسایی زود هنگام افراد در معرض خطر میگه خودکشی را به عنوان راه حلی ساده انگارانه مطرح نکنیم. فراموش نکنیم که همین چند وقت پیش یک پسر 11 ساله فقط به خاطر اینکه تلفن همراه نداشت خودکشی کرد. خودکشی هیچگاه در نتیجه یک عمل اتفاق نمیافته و معمولا تعامل پیچیده ای از عوامل روانی، بیماری های جسمانی، سوء مصرف مواد، مشکلات خانوادگی، تعارض بین فردی و استرس های زندگی نهایتا منجر به خودکشی میشن. و همونطور هم که هممون در جریانش هستیم و توی اخبارها میبینیم، خودکشی کودکان چقدر در ایران متاسفانه زیاد شده و خیلی غم انگیزه واقعا این موضوع که کودکی که توی سن کودکی باید به فکر بازی و هیجان و درس خوندن باشه به این فکر میکنه که خودکشی کنه و این کار انجام میده. این خیلی مسئله ناراحت کننده ای هست. دو تا مسئله هم هست که اینجا من بهش اشاره میکنم. اول یک آمار دیگه بهتون بگم که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکنه که بیشترین آمار خودکشی متعلق به چین و روسیه است که سالیانه 20 تا 60 میلیون نفر رو در جهان پوشش میده که البته از این 20 تا 60 نفر تنها 1 میلیون نفرشون در واقع خودکشی موفق بهش میگن اتفاق میفته. و همطور که میدونید خودکشی رفتار و پدیده ضد اجتماعیه که معمولاً طبق همون چیزایی که گفتم فشارها و عوامل محیطی در واقع ایجاد میشه. یه مسئله دیگه هم که جالب بود که روانپزشک بهش اشاره کرده بودن، گفته بودن در خیلی از موارد مثلا خانواده ها وقتی میبینن که فرزندانشون دچار افسردگی شدن یا به هر دلیلی حالشون خوب نیست، یا به این فکر میکنن که ولش کنیم بذاریم تو حال خودش باشه، حالا بهش زمان بدیم، سکوت میکنن با بچه یا فرزندشون شروع نمیکنن به حرف زدن، که روانپزشکا معتقدن که این دقیقا کار اشتباهیه. این دقیقا اونجاییه که فرزند شما نیاز داره که شما باش صحبت کنید و شما به اونو به حال خودش رها میکنید و این یکی از اتفاقای بدیه که ذهن بچه رو یا فرزند یا حتی بزرگسال رو ممکنه به سمت خودکشی یا افکار خودکشی ببره. یکی دیگه از مواردی که گفته بودن رعایت کنید اگر احیانا با فردی که در افکارش خودکشی هست مواجه شدید، این که توی اون لحظه لطفاً تحت هیچ شرایطی نصیحت نکنید یا نگید مثلا بودن کسایی که این شرایط از تو بدتر توش بودن و گذروندن و حالا سختی برای همه است و هممون این حرفا شنیدیم. روانپزشکا معتقدن که این حرفا دقیقاً اگر تا اون قبل از اینکه اون فرد این حرفا رو بشنوه 99% داره به خودکشی فکر میکنه، بعد از این حرفا حتما اون کار رو انجام میده. این خیلی چیز غم انگیزه. اینا نکات ریزی هن که لازم بهشون توجه کنیم و شاید خدای نکرده تو اطرافیانمون باشن. من اتفاقا تو همین فضای مجازی یک ویدیویی رو دیدم که یه خانم منتشر کرده بود از دوستش که خیلی شاد و خوشحال و خندون بود و پایینش کامنت گذاشته بود که افسردگی چهره خاصی نداره. این دوست من بعد از اینکه من ویدیو رو ازش گرفتم که داره توش بسخونه در حال رقصیدن و غذا درست کردن 24 ساعت بعدش خودکشی میکنه و این خیلی متاسفانه غم انگیزه. خانم شهسوانی بفرمایید. خیلی ممنون که از این فرصت رو به من دادید. من خواستم اشاره کنم به تفاوت خودکشی در ایران با سایر کشورها. معمولا تو کشورهای دیگه یکی از اصلی ترین دلایل خودکشی بیماری‌های روانی و افسردگی‌های شدید هست، ولی در ایران در حال حاضر با توجه به افزایش چشمگیر ریت خودکشی به خصوص در سنین پایین
ما میتونیم به مواردی سایر حالا اختلالات روانی اشاره کنیم. نبود رفاه، حالا چه رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی و نبود امکانات، یکی از اصلی ترین دلایل خودکشی هست. الان چند روز پیش من داشتم میخوندم دختر 13 ساله بسیار زیبا فقط به خاطر اینکه نتونسته بود ادامه تحصیل بده، یعنی تو روستا زندگی میکرد، یه خواسته خیلی عادی توی قرن 21 ادامه تحصیل، تو ایران به خاطر همین میره بالا پشت بوم خودش رو آتیش میزنه، یا نداشتن یه گوشی موبایل، یا سرپرست خانواده به دلیل نداشتن امکاناتی که بتونه خانواده‌اش رو حداقل غذا بده خودشو میکشه. یعنی برمیگردیم به اصلا با کل دنیا متفاوته علل خودکشی توی ایران، و غم انگیزتر از همه اینها اینکه دولت هیچ اقدامی نمیکنه برای پیشگیری از خودکشی، که خیلی راحت میتونه خیلی از موارد خودکشی رو جلوش رو بگیره با دادن امکانات، بهتر کردن وضعیت اقتصادی. پیشا پیش هم که اصلا مردم رو ناامید میکنن، چند وقت پیش که قرار بود حالا یه پولی به دست اینا برسه بابت برجام، خیلی راحت گفتن شما دلخوش نباشید، از این پول هیچی سهم مردم نمیشه. طبق معمول ناامیدی، یأس، امید به زندگی در واقع تو ایران از بین رفته. من مایک رو رها میکنم و بقیه دوستانم مشارکت داشته باشن. ممنون از شما خانم. بله دقیقا نکته مهمی بهش اشاره کردیم که متاسفانه اگه برگردیم و علل خودکشی رو تو ایران به صورت پایه‌ای بررسی کنیم، شاید بیش از 90%شون برمیگرده به مشکلات اقتصادی و رفاهی. جناب آقای کریمی، مایک برای شما است، بفرمایید. درود بر شما و همه عزیزان، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مرسی از این سخنران عزیز که به صورت کامل و جامع تمام موارد رو توضیح دادن. متاسفانه این روزها، البته هر روز، در نقاط مختلف کشور ما شاهد خودکشی و اقدام به خودکشی هموطنانمون هستیم. در سایه حکومت آخوندی و اقدامات دولت آقای رئیسی، چنان به فقر و فلاکت افتادن که به قول معروف امان اونا رو بریده و توان زندگی و ادامه زندگی رو ندارن. همه اینا هم در حالیه که هزاران هزار میلیارد بودجه کشور توسط حاکمان غارتگر و بی‌کفایت خرج اقدامات تروریستی و عیاشی های حاکمان حکومت و به قول معروف در حالا لبنان و فلسطین و سوریه و یمن و عراق میشه. متاسفانه 92 هزار میلیارد تومان مملکتی اختلاس شد که ظرف 3 ماه گذشته نزدیک به 20 تا کارگر اون کشور به خاطر فقر خودکشی کرد. در پی فرمایش حضرت عالی، میانگین خودکشی هم توی کشور ایران نزدیک به 7 رسیده و میانگین جهانیش هم 5.2 هستش، البته بر اساس جمعیتی که دارید. درسته حالا چین اینا هستن، ولی ایران نسبت به جمعیتی که داره الان از قول معروف میانگین جهانیش هم جلوتر زده، و این به معنای اینه که حالا بدبختی و فلاکت جامعه ما رو داره نشون میده. من حالا یه حالا به قول معروف یه متن رو خوندم از فیلسوف و تاریخ نگار آلمانی خانم آنا آرند، که میگه در نظام‌های دیکتاتوری همه چیز تا 15 دقیقه پیش از فروپاشی خوب به نظر. امیدوارم که این اتفاق هم هر چه زودتر برای کشور ما بیفته و این نظام هر چه زودتر منجر به فروپاشی بشه که مردم یه نفس راحت بکشن. خیلی ممنون که وقت به من دادید. ممنون از شما. اگه اشتباه نکنم آقای احمدی خواه دوم دستشون رو بلند کردن، بفرمایید.
وقتی رو بخیر. ببینید این رابطه به نظر من بحث خودکشی فراتر از اینکه فقر مهمه، فقر مادی، فقر فرهنگی مهمه، چون اینکه ما خیلی یاد داریم که ثروتمندم خودکشی میکنن. برمیگرده به فرهنگ اینو نداریم که چه مشاور روانشناس بدیم، یه سوتر مشاور روانشناس بدیم، اون یه تابوه تو یه سری ها فرهنگ ما یه مقدار جا افتاده. کسی که میره پیش روان پزشک میگن روانیه، یه چیز واقعیتیه، عمدتا اینجوری مردم برش در سکه ما مثل دندون پزشک، مثل سرماخوردگی مسائل روانی رو نگاه کنیم. شما ماشینت یه استارت خوب نمیخوره، میریم یه سری میریم ببینیم کاری که ضررش بیشتر نشه. چرا اگه من حال روانیم خوب نیست بعد بشه، خب برم به متخصصش که روانشناس مراجعه کنم؟ این خیلی بده. حکومت هم که قاعدتا هیچ وقت روی این مسائل اصلا نه سوادش داره نه میخواد قبول بکنه که مردم مشکلات روانی دارن، چون خودشون میگن جامعه اسلامی، جامعه اسلامی همچی کله بالا. اینی که ما باید خیلی بیشتر هوای نزدیکمون داشته باشیم، حالا اونه که فقیرتره یا پولدارتره فرقی نداره، به نظر من هیچ فرقی نداره تو خودش. حالا اون چیزی که چیز میشه همیشه تو فقیر رو بیشتر نمود میکنه، میگن آقا یارو بدبخت بوده رو خودکشی. پولدارا همیشه یه سرپوشی میذارن که بگن آقا حالا یه اتفاقی افتاد، چون ایرادا رو سعی میکنن پولدارا نشون ندن، پستاش میکنن. این بحث این که ما با حمایت روانی کنیم مثلا دیگه وقت بذاریم که حرف دل همدیگه رو بشنویم، این قضیه خیلی مهمه که ما بتونیم درد دل کنیم. که خیلی از این دوستانی که خودکشی میکنن کسی رو ندارن حتی باش درد دل کنن، یا امنیت روانی ندارن تو شما فرد که اطمینان کنن که میتونن درد دل واقعیشون رو بکنن، یا اینکه این شرم و حیا یا عدم آگاهی که نمیرن پیش روانپزشک. این بحث روانپزشک و رفتن پیش روانپزشک به نظرم باید مردم دست به کار زندگیشون قرار بدن. ما چرا وقتی مثلا یخچال خونمون یه سری اومده سری میریم پیش روانپزشک، ولی برای مسئله روانی این وقت و انرژی رو نمیذاریم، درسته که اصل زندگی ما روانمون تا چیز. متشکرم. ممنون از شما. بله متاسفانه یه مشکل فرهنگی دیگه هم که ما داریم که احتمالا هممون شنیدیم کارا راجبش یا خودمون این کارا انجام دادیم، وقتی یه نفر میاد راجب یه موضوع با همون درد و دل میکنه، میگه مثلا من اینجوری اینقدر سختی کشتم، خیلی اصرار داریم بهش بگیم که ما داریم دو برابر تو سختی میکشیم. احتمالا هممون یه بار این کار کردیم، ولی بیا یه جایی تموم کنیم این قضیه رو. به نظر من آقای احمدی خوب موضوع خوبی شیر کردن، بیاییم شنوندگان خوبی بر اطرافیانمون باشیم حداقل، که اگر خدای نکرده به چنین افکاری تو زندگیشون با چنین افکار در واقع مواجه شدن بتونیم کمکشون کنیم. آقای شایگان بفرمایید. مجدد ممنون از این بحث خوب و کامنت هایی که خیلی عالی بود همشون. من میخواستم این نکته رو اشاره کنم بهش که باید ببینیم که یعنی در واقع کارشناسا باید بیان آسیب شناسی کنن که تو چه بخش هایی خودکشی اتفاق میفته. ببینید مثلا بخش خانم ها یا تو بخش کودکان، در واقع الان ما داریم میبینیم که خیلی خودکشی تو بخش کودکان زیاد شده. باید ببینیم که این اصلا از کجا ریشه میگیره. فقط این موضوع نیستش که یک نفر گوشی موبایل نداشته یا این موضوع نیست، موضوع خیلی عمیق‌تره که یک کودک که هنوز شخصیتش به اون شکل نگرفته اقدام به خودکشی میکنه و خودشو میکشه. یا مثلا تو بحث دخترها یا پسرها مثلا تو سربازی خیلی وقت داریم اتفاق میفته. من چند وقت پیشش رو میخوندن تو سربازخونه ها، یعنی تو پادگان ها خیلی این اتفاق ها میفته، چون امکانی که تفنگ دارن و میتونن این کار بکنن هستش. تو بخش کارگران هم که خب مشخصه دیگه، به هر حال مشکلات معیشتیه. و یک موضوع دیگه هم که الان به کمیته خود بوده بخش ورزشکاران، همین فکر مانه هفته پیش بود یک کشتیگیر بود که حالا یک قهرمانی هم داشت گویا، من دقیق خاطرم نیست چی بود موضوعش، ولی اونم متاسفانه خودکشی کرد. ببینید طیف های گستردهی دارن خودکشی میکنن. از سال 96 که شما گفتید خیلی بیشتر شده این موضوع، فکر میکنم بیشتر بحث عدم امنیت روانی که مردم پیدا کردن، حالا بحث‌های اقتصادی هست یا موارد دیگه، عدم امنیت روانی. آقای احمدی خان خیلی نکته خوبی اشاره کردن، ما چرا با
روانشناس و روانپزشک مشکل داریم. یعنی اینو واقعا درست گفتن، یعنی به هر کی میگی برو پیش روانشناس یا روانپزشک میگه دیوونه خودتی. با هر کسی که دیوونه است نمیره، واقعا همه نیاز دارن به روانپزشک و روانشناس و مشاوره، ولی متاسفانه تو کشور ما این اتفاق نمیفته. من فقط خواستم این نکته ها رو اشاره کنم. ممنونم وقت در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما. خانم رهایی بفرمایید. تشکر از نظرات واقعا و ایده های خوب همه دوستان. آقای احمدی خان نکته خوبی اشاره کردن، ولی من الان که داشتم بهش فکر کردم، درسته شاید خودکشی ها تو کل دنیا حالا اینو نشأت میگیره کلا از فقر فرهنگی، که اگر کسی واقعا خودش حس افسردگی داره باید مراجعه کنه، ولی توی کشور ما متاسفانه این باز برمیگرده که اول اون فقر مالی شاید جلوشو میگیره، چون هزینه های درمانی، پزشکی و پولی که باید به یک روانشناس یا یک روانپزشک پرداخت بشه اینقدر هزینه های سنگینی متاسفانه در بر میگیره که خودش یه نکته میشه. مثلا کسی که فقر مالی داره متاسفانه نمیتونه این هزینه رو پرداخت کنه و اینکه بخواد به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنه، کما اینکه حالا توی جامعه هایی که من یه صحبت روان یه مشاور رو داشتم توی برنامه من و تو گوش میگرفتم امروز اتفاقا، داشت میگفت که مردم توی ایران حتی هزینه های ساده رو که بخوایم در نظر بگیریم، هزینه زندگی مثلا میوه حالا خرید و خورد و خوراکی بماند، هزینه های پزشکی و درمانی، از هزینه هایی که ما توی زندگی مثلا داریم پرداخت میکنیم توی آلمان یا حتی انگلیس که داشت مقایسه میکرد، حتی برای خرید میوه اونا دارن بیشتر از ما هزینه میدن. یعنی ما داریم به یورو خرید میکنیم، درآمد یورو داریم، ولی اونا توی ایران درآمد ریال دارن و دارن بیشتر از یورو پرداخت میکنن و اینا رو باید در نظر بگیریم. کسی که توی کشور حالا میخوایم بگیم یه رفاهای نسبی هست، مثل کشوری مثل آلمان، اینو میتونیم بگیم که آره این باید به روانپزشک مراجعه کنه و اگه نره این فقر فرهنگیه. درسته توی کشور ما هنوز خیلی از مردم متاسفانه به این نتیجه نرسیدن که باید برن و حالا یه جورایی شرمنده میشن اگه بگن ما داریم میریم پیش روانشناس یا روانپزشک، ولی اون فقر مالی هم نتیجهش میشه که یه خانواده‌ای که به این درجه رسیده شاید نتونه هزینهشو پرداخت کنه. و حالا تو جامعه ما زنانی هستن مثل همین چند روز پیش یه خانم کردزبان خانم رسولی به خاطر تجاوز خودکشی کرد و اگه خودکشی نمیکرد، میخواست از خودش دفاع کنه و به اون طرف آسیبی میزد، متاسفانه دیگه خودمون میدونیم تو جامعه‌ای که قوانین اسلام و شرع حاکمه باز این خانم اعدام میشد، مثل ریحانه جباری. یعنی یه خورده این مسئله‌ای که میخوایم حالا مثل خودکشی یه جورایی تو جامعه ما اصلا تو کشور ایران خیلی بحثش پیچیده میشه، نمیشه مثلا با یه جامعه هایی که حداقل رفاه رو دارن این چیزا رو دارن، یه بحث پیچیده میشه توی کشور ایران که بگیم خب باید بری روانشناس، باید بری روانپزشک. بحث مالیش هم ما باید یه جورایی در نظر بگیریم. ممنون. من وقت رو به بقیه هم میدم که صحبت کنم. ممنون از شما. خانم رهایی، خانم شاهسوانی بفرمایید. خیلی ممنون از فرصت مجدد. در واقع خانم رهایی نکاتی رو که منم میخواستم اشاره کنم اشاره کردم، در خصوص نبود امنیت اجتماعی، نبود امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی. الان توی شهرهای بزرگ من دیگه فکر نمی کنم کسی نخواد مشاوره حالا روانپزشکی بره به خاطر اینکه بگن که همه دیوونه فرضش می کنن. الان یه مقداری
حالا شاید توی شهرهای کوچک، ولی شهرهای بزرگ نه. بیشترین مشکل برای اینکه نمیرن عدم پوشش بیمه ها هست برای مشاوره های روانپزشکی. 3 سال پیش تا اونجایی که من اطلاع دارم هر نیم ساعت مشاوره روانپزشکی توی ایران هر نیم ساعت 70,000 تومان بود. واقعا قادر نیستن خانواده ها، و شما این رو هم بدانید مشاوره های روانپزشکی طوری نیست که با یه بار دو بار نتیجه بخش باشه. مشاوره ها باید حداقل هفته 2 بار و به صورت مستمر تا 6 ماه برکتن بیشتر طول بکشه، و واقعا هزینه های کمرشکنی داره برای خانواده ها اگر بخوان این کارا رو انجام بدن. خانواده های ایرانی برای بچه هاشون حد اکثر چیزی که در توان داشته باشن انجام میدن. بیشترین مشکلی که ما الان توی ایران داریم نبود امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعیه و همطور امنیت فرهنگی، نبود آزادی، سرخوردگی مردم، بیکاری. کسی که شغل داشته باشه مسلماً امید به زندگی داره چون درآمد داره. کسی که شغلی نداره بعد از دیپلم بیکاره، یا سرپرست خانواری که بعد از مدتی بیکار میشه، به قدر این ناامید میشه، امیدش رو از دست میده، گهگاه دیگه راهی براش نمیمونه. تمامش برمیگرده به سوء مدیریت دولت جمهوری اسلامی ایران که برای شهروندانش کوچکترین ارزشی قائل نیست. خیلی راحت میتونه جلوی این موارد رو بگیره. متاسفانه دغدغه هاش چیزای دیگه و هیچ اهمیتی به ایران و ایرانی نمیده. ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون از شما آقای احمد. خب بفرمایید. ممنون از مشارکت دوستان. نکته خوبی رو هم خانم شاسمانی گفتن، هم خانم رهایی، و خب اینا همش برمیگرده به همون حرفای خودم، این عدم آگاهی ماست. ما اگه فقر مالی داریم باید که از بخواهیم از حاکم. آقا ما 11% منابع طبیعی داریم، 1% جمعیت دنیا داریم، چه وضعشه؟ چرا ما نباید بیمه ای داشته باشیم؟ چرا یک کشوری که خالی از منابع طبیعی تقریبا مثل آلمان به همچین بیمه ای داشته باشیم ما چرا نداریم؟ بله درست این حرفایی که خانم رهایی یا خانم شاسمانی زدن، هزینه ها بالاست، ولی در مقابل بخشی که اوضاع مالی متوسط رو به بالا دارن همونها هم به مشاور تقریبا نمیرن. خب من جایی بودم که زندگی میکردم در ایران و با این دوستانی که حالا رو به والا بودن خیلی رفت اومد داشتم. همونها هم شاید مثلا حاضر بودن یه شام 300,000 تومانی بخورن، ولی 70,000 تومان گفتی برو مشاور، 70,000 تومان بودن مشاور. یعنی ما یه هزینه اضافی میدیم. ولی مثلا فرهنگای ما خیلی یه جایی خیلی بد معنی شده. مثلا شما میری یه دونه تلویزیون طرف می‌خره 5 میلیون، حالا الان که نمیدونم چند، مثلا ما 5 میلیون می‌خری با ماشین 100 میلیونیش می‌واسه با سقف ماشینش می‌ره یا می‌ذاری صندوق عقبش. این فقر فرهنگی، طرف 5 میلیون ماشین تلویزیون خریده با ماشین 100 میلیونی هم می‌کنه، در صورتی کرایه‌اش 5000 تومان نیست. یعنی ما 5000 تومان بودمون یه تابور نباید بدیم. مثلا خانم می‌رفت آرایشگاه 400,000 تومان پول آرایشش می‌شد، ولی می‌مون سوار تاکسی می‌شد، اگه 1,000 تومان یارو می‌خواست 1,200 تومان بگیره قشنگ را بینداخت. ما خورد نگریم عمده کلانا رو فراموش میکنیم. یه واقعیتیه. پولای ریز رو میخوایم بودش مبارزه کنیم، حقایز بودش مبارزه کنیم، حقایی درست رو نمیخوایم بابتش مبارزه کنیم. پس نبیم اصلا چرا باید یه حکومتی باشه که 11% منابع طبیعی دنیا دستش باشه بعد مردمش کلش آشغال باشه؟ مردم چرا این چیزا رو دنبالش نمیره؟ چرا مردم نمیگن آقا این خودکشی ها چرا علتش چیه و راه درمانش چیه؟ چرا نمیریم مبارزه؟ درسته میگن هزینه که درست، هزینه الان نزدیک 200,000 تومان میگیرن مشاور ساعتی. به گفته خانم شاسمانی حداقل 50 جلسه 100 جلسه شما باید مشاوره بگیرید تا مشکل اون قضیه حل شه، چون که مسئله روانی جوری نیستش من الان یه چیزمو حل کردم تموم بشه، مستمره. شاید من الان مثلا فقدان یه عزیزی رو داشته باشم خودش 100 جلسه مشاوره بخوام، حالا برم جلوتر مثلا یه سال بگذره یه مشکل کاری پیدا کنم، تو مشکل کاری مشکل روانی پیدا کنم، هی بعد این قضیه تکرار شه.
یعنی شما تحت نظر باشید برای موارد مختلف. من میخوام یه چیزی انتخاب کنم، یه ازدواج، یه خونه، یه چیزی که تو سر میشم خیلی میتونه تاثیر بذاره. باید با مشاور روانشناس مطرح کنم هزینه‌های روانی و هزینه‌های زندگی. ولی خب میبینیم در این بحث اینی که خب خیلی ها اصلا سوادشو دارن، پولشو دارن، ولی نمیرن. من میگم باید این فرهنگ جا بیفته. متشکرم. ممنون از شما. جناب آقای لطفی بفرمایید. بله، من روی چند تا نکته از نظر خودم یادداشت کردم عنوان کنم. یکی این که به نظر من دلایل خودکشی رو میشه حالا هم تو خانواده دنبالش گشت، هم تو سطح جامعه. تو بحث خانواده میشه مهمترین دلیل برای اینکه یک فرد در درون خانواده، حالا چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه فرزند باشه، دست به این کار بزنه، مهمترین نبودن رابطه عاطفی بین اعضای خانواده است. وقتی یک پدری با همسرش، یک بین یک زن و شوهر رابطه عاطفی آنچنانی نیست، خب مطمئناً از یک طرف خب خود این، حالا چه زر چه منش فرق نمی کنه، یه سری چیزا براشون تابوه. مثلا خب آقا نمیخوره اخلاقت، میتونی اصلا جدا زندگی کنی، ولی نه خب حرفای دیگران، اتفاقات، اون خانواده پشت سر هم چی میگن، دوستام چی میگن، نه جمع میشه میرسه به انتها، طرف خودکشی میکنه. یا مثلا بچه از اون ارتباط عاطفی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند تشکیل نشده، مشکل برای فرزند به وجود میاد، مشکل نمیتونه عنوان کنه، میریزه تو خودش، خب نمیدوندم چی کار کنه. اون عزیزان عرض کردن اون فرهنگ سازیه بهش آموخته نشده. شما اگه مشکلی برات پیش اومد باید صحبت کنید که مشکلت حل بشه، هر مشکلی. اینا همه باعث میشه که اون تو درون خانواده این اتفاقات و نبودن اون رابطه عاطفیه در نهایت به این مسئله ختم بشه. یکی بحث مالی قضیه است. خب چندی پیش ما خیلی خوندیم، من خودم به شخصه چندی مورد دیدم که یک پدر خانواده کل اعضای خانواده رو سم ریخته بود تو قضیهشون، همه با هم مرده بودن، یا همه رو با چاقو زده بود، بعدش هم خودش رو زده بود، فقط به خاطر اینکه نمیتونست دیگه شکم خانوادهش رو سیر کنه و میخواسته خودش رو بکشه. خب من اگه خودم بکشم چه بلای سر اینا میاد، اینا بدبختر میشن. خب هممون نباشیم بهتره. این سطح امید در زندگی وقتی اومده پایین و نمیتونه به دلیل مسائل جامعه فکر یه لحظه تموم میشه، به نوعی اون دیگه کار نمیده، دیگه راهکاری براش پیدا نمیشه، به نقطه صفر میرسه و این کار رو انجام میده. تو سطح جامعه به نظر من یکی سر بحثای جنسیتیه میتونیم بگیم که دلیل خودکشیه. یه دختری وقتی دختر و پسر تو خانواده بیشترم برای دخترامون متاسفانه اتفاق میاد، وقتی درون مدرسه و درون خانواده بهش آموزش درستی داده نمیشه بابت مسائل جنسیتی و وقتی میاد تو جامعه، مخصوصا جامعه بسته مثل ایران، یه اتفاقی مشکلی براش که پیش میاد، این تنها چیزی که میتونه خودش رو آزاد ببینه اینه که خودش رو از بین ببره، که بتونه این ننگ و این شرم و به قول خودش تو فکر خودش این اتفاقی که براش افتاده رو بخواد از بین ببره و بپوشونه. یکی سرخوردگیه به نظر من در سطح جامعه. یک سری آدم ها نگاه میکنن نسبت به اطرافیان خودشون، وضع زندگی خودشون و اطرافیانشون دیدیم بارها، هم کلام شدیم با بعضی هاشون. خب چرا اون داره من ندارم، چرا اینجوری من ندارم. خب تو بچه ها به نظر من بیشتر این قضیه، چرا دوست من اینجوریه، چرا من نمیتونی، بابا چرا نمیتونی. خب اینا باعث میشه، خب وقتی فرهنگ سازی، باز برمیگرده همه اینا به سطح بحث فرهنگ سازی و بحث آموزش و بحث اینه که ما در زندگیامون متاسفانه طبقه بندی اهمیت توی زندگیامون نداریم در ایران، که بدونیم چه چیزی جایگاهش تو زندگی ما اولویت داره. سلامت جامعه، سلامت خانواده همون برام مهمه یا نه فقط کسب درآمد و شکم برام مهمه که بتونیم فقط شکممون رو سیر کنیم. اون طبقه بندی اهمیت ها، طبقه بندی
مواردی که باید بهش اهمیت بدیم در خانواده برای سلامت خانواده و در نهایت جامعه موجود نیست. یه چندی پیش یه آگهی خوندم، تو یه متن یه تبلیغی رو دیدم فکر میکنم، نوشته بود گوش شنوا هستیم، یه هزینه‌ای زنگ بزنید، مثلا شماره داده بودن که تماس بگیرید، فرق طرف حرف بزنید بشنوه. یعنی انقدر واقعا که مشکل اساسی که هست موجوده، متاسفانه گفتن عزیزان گوش شنوا نیستیم، گوش شنوا نداریم، بیشتر سعی میکنیم به جای این که بشنویم و باعث بشیم که طرفی که مشکل داره بیاد پیش ما و با مون داره صحبت میکنه از آرام از درداش کم بشه، متاسفانه درست نمیشنویم و هی میخوایم به قولی درد و دلداریش بدیم، بتونیم رازیش کنیم، حالا بخوایم از این وضعیت درش بیاریم، این به نظر من بدتر میشه. به جای اینکه فرصتی بهش بدیم که اون خودش رو خالی کنه، ما تازه یه کاری میکنیم که اون نتونه کامل خودش رو خالی کنه و این دچار مشکل میشه. اون بحث روانشناسی و هزینه روانشناسی هم که عنوان شد، خب خودش یه موزلیه واقعا. هزینه سرسام‌آور نداشتن بیمه درست، بیمه تامین، بیمه اجتماعی درست در جامعه ایران، خب طبیعتا این اتفاق میفته و این دیده. من بعضی موقع پدرم میفته من بابا تو نیاز داری یه دکتر روانشناس ببینن، دقیقا همینجوری من دیوانم پسر، گفتم بابا به خدا ربطی به دیوانگی نده، خب اینجا کارت مشکل داره، ما که نمیشنیم، دکتر بهت بگه کلاغا اینجا مشکل داره، این رفتارت. این واقعا همینه، اون فرهنگ سازی درستی نشده در بین به ما نشده، چه ما خودمون حالا کم کم فضا برامون بازتر شده به نظر من از لحاظ دسترسی به امکانات اینترنتی و دسترسی به خیلی چیزهای دیگه نسبت به پدر مادرهامون یه مقدار پیشرفت کردیم، ولی هنوز نتونستیم کامل به اون جایگاهی برسیم که بتونیم این به قولی اون اهمیت ها رو توی زندگیامون تشخیص بدیم. من خودم اینجوری ببخشید جناب دکتر، 3 دقیقه تو تمام شد، اگه اب نداره اول خانم نجاتیان بشنویم بعد مجدد. خواهش میکنم. خانم نجاتیان بفرمایید. ممنون عزیزم، فرصت دادیم به من. بحثا خیلی جالب بود، گفتای همه خیلی خوب بود، منطقی بود و اینکه ما باید جور که به جسممون میپردازیم به روحمون هم بپردازیم، همونطور برای که مشکلات جسممون برطرف بشه دکتر میریم، برای مشکلات روحیمون هم دکتر میریم. این خیلی عالی. بحثی در روانشناسی، خب مشکلات روحی با روانشناسان و دکتران روانپزشک انجام میشه، بحثی در روانشناسی هست به نام تاب آفرینی. یه زمانی که من درس میخوندم یک چند واحد روانشناسی میگذاریم، بحث جالبی به نام تاب آفرینی، این خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. اگر ما بتونیم در خودمون تاب آفرینی رو تقویت کنیم، تاب بیاریم واقعا و به این درک برسیم که این نیز میگذرد، اون وقت هستش که نه این که بگم یه به از هم بچگی، چون ما با بچه ها سرکار داشتیم، از هم بچگی باید تاب آفرینی رو در بچه به وجود آورد، ابتدا در خانواده، سپس در جامعه های بزرگتر، مدرسه و و و بگذاریم. چون به هر حال زمانه و زندگی ایدئال همه نیست و اگرم قرار باشه که تاب تحمل نداشته باشیم و سر هر چیزی اقدام به خودکشی کنیم، این بعد میگرده به همون بحثی که ما یاد نگرفتیم که در مقابل هر چیزی باید یه روش خاصی داشت. من همجور که آقای گفتن سربازخونه، که من چند ماهی رو که در کمپ بودم، ببینین کمپ اسمش بالاش کمپه، ولی باید تا تاب آورد، خونه نیست، هتل نیست، باید تاب آورد. من جوانایی رو می دیدم که تاب نداشتن و با اون هیبت، با اون عظمتی که داشتن، چون من خودم دوتا پسر دارم، خب می دیدم دلم می سوخ، زار زار مثل ابل بهار، دیگه تاب نداشت، دیگه تحمل نداشت، اساسا اینو نگاه میکردن رد میشدن. بارها دلم میخواست به عنوان یه مادر برم جلوش بگم پسرم تاب بیا، میگذره، این حوصله کن، این طوری با. این بحثا هست که باید در خودمون تقویت کنیم تاب آفرینی رو. وقتی میری روانپزشک همین حرفو به شما میزنه، چیز دیگه ای نمیگه، خیلی دیگه به نهایتش برسه و ببینه شما دیگه نمیتونی تحمل کنی، چند تا قرص آرام بخش میده.
باید این کارو کرد. حالا بگذاریم از اینکه بعضیا هستن به اون درجه از فکر و تفکر میرسن و شجاعانه خودکشی میکنن، صادق هدایت، امثال هم به اون مرحله در کشور میرسن که زندگی براشون دیگه مفهومی نداره و ترجیح میدن برن. ولی اینه که مثلا یه دانش آموزی برای یه تبلت، من مادر باید یادش میدادم، من مقصرم، جامعه مقصره، ولی منم مقصرم، من باید یادش میدادم کتاب بیاره. به نظر من این مقوله تاب آفرینی در علم روانشناسی بسیار کاربرد داره. من خودم امتحان کردم و همم به من گفتن که الان نه اینکه خودستایی باشه، دال بر خودستایی نباشه، باید اینو در خودمون تقویت کنیم. اگر تقویت نکنیم به هزاران همین حرفایی که شما گفتین میرسیم و متاسفانه دیگه اون موقع راهی از پیش نخواهیم برد. ممنونم که وقت به من دادیم. ممنون از شما خانم نجاتیان برای ما شرکت. بفرمایید خانم آقای. تشکر از نظرات تمام دوستان. من خواستم حالا یه بحثی رو که حالا کسی اشاره نکرد، یه تعدادی از افراد هستن توی این حکومت که حالا دیکتاتور میتونیم اسمشو بگیم، توی زندان ها هستن، زندانیان سیاسی که خود حکومت اونها رو مجبور به خودکشی میکنه یا مجبور میشن خودکشی کنن. مثل همین این خبر رو امروز من خوندم، حالا فعال حقوق همجنسگراها خانم زهرا صدیقی همدانی که دستگیرشون کردن توی زندان خودکشی کردن، حالا به خاطر ظلم‌ها یا اون شکنجه‌های روحی و روانی و حکم اعدامی که واقعاً به ناحق برای اینها بریده شده، اینها مجبور به خودکشی میشن. یا خانم سودا خدیرزاده، یک فعال سیاسی که بچهش توی زندان دنیا اومد، چندین سال اونجا هست و به خاطر عدم تغذیه نامناسب که بچهش داشت حالا دچار عفونت‌های شد و حق دیدار با خانواده‌اش، حتی حق تماس تلفنی نداشت، مجبور به خودکشی شد و الان هم براش 12 سال زندان بریدن باز. و اینا کسانی هستن که به نوعی خود حکومت مجبورشون میکنه به خودکشی، یا کسانی که توی زندان مجبور به خوردن حالا واجبی میکنه، یا کسی مثل بکتاش آبتینو که واقعا خودشون کشتن. اینا رو یه جورایی نمیشه نادیده گرفت. کسانی هستن که خب مشکلات اینطوری نداشتن ولی مجبور به خودکشیشون کرده. اینا هم جا داره که ازشون یاد کنیم و واقعا دیگه اونا نه میتونن به روانشناس مراجعه کنن، نه روانشناس، نه روانپزشک. اینجا حاکمان هستن که باید به روانپزشک مراجعه کنن تا این طرز فکرشون عوض شه. مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادی. ممنون خانم رهایی، ممنون به زاویه دیگه که راجبش صحبت کردیم. بفرمایید خانم. خیلی ممنون، بحث خیلی جالب بود. فقط یه نکته به ذهنم رسید، توی مدارس اینجا یه واحدی رو میذارن بچه‌ها، مدیریت استرس، که میدونم که وقتی با یه مشکل مواجه میشن چجوری باهاش برخورد کنن و چجوری اونو مدیریتش کنن. در واقع توی ایران اصلا بچه ها هیچ آموزشی نمیگیرن که وقتی مشکلی براشون پیش میاد چطوری بتونن این مشکل رو خودشون، حالا با توجه به اون چیزایی که یاد گرفتن، یا حلش کنن یا بدونن که باید چی کار کنن. بعضی اوقات بچه ها با همون ذهن بچگونه یا خودشون تنها راه حل رو این میدونن که خودشون رو از بین ببرن. متاسفانه از هر زاویه‌ای که نگاهش میکنی هیچ کاری برای ایرانی‌ها انجام نمیدن این دولت، این حکومت. ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون از شما، ممنون از همه دوستان که در این بحث مشارکت کردید، نکات خیلی مهم و ظریفی رو بهش اشاره کردید. اگر چیزی هستی میخواییم به بحث اضافه کنید میشنویم ازتون، اگر نه که من با اجازتون جمع‌بندی کنم و
تموم کنیم جلسه. خیلی هم عالی. بحث آزاد در مورد حق رفاه و به مناسبت روز خودکشی ببخشید در واقع پیشگیری از خودکشی ما به این موضوع پرداختیم که به نکاتی دوستان اشاره کردن، عواملی که منجر به خودکشی میشه: بی انگیزگی، ناامیدی، مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه، عدم آزادی، عدم آگاهی، فقر فرهنگی، نبود رابطه عاطفی درست، مشکلات جنسی و عدم اعتماد به نفس از نمونه موضوعاتی بود که بهش پرداختیم و دوستان راهکارهایی ارائه دادن جهت پیشگیری از خودکشی که میشه به مشاوره، آموزش، آگاهی رسانی، اولویت بندی اشاره کنیم و ناگفته نمونه که حواسمون به اطرافیانمون بیشتر باشه، براشون گوش شنوا باشیم. مرسی از تک تک شما عزیزان که تو این جلسه شرکت کردیم، وقت گذاشتیم و مشارکت کردیم. ساعت 21:05 به وقت اروپای مرکزی من پایان جلسه کمیته دفاع از ورزش و ورزشکاران رو اعلام